بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر در پیش رو داشته باشیم. امروز چهارشنبه است، سوم خرداد 1396 و برابر است با 24 می ماه 2017 میلادی. هنوز هم آقای ترامپ در سفر است و ما در آمریکا کمی آسوده زندگی میکنیم. امروز قرار است که با 3 نفر از دوستان مصاحبه کنیم. ساعت 2 بعد از ظهر، یعنی همین الان، شما رو میبرم به نیویورک. فکر کنم آخرین باری که با ایشون صحبت کردم آقای منصور اوسانلو در نیویورک بودن و با ایشون سلام احوال پرسی میکنیم و درباره اون موضوعی که اون روز من بهتون گفتم که از ایشون هم سوال کردم که آیا منو داری؟ بله، از آقای اوسانلو سوال. الو بله، گوشی صدای منو دارید شما؟ اجازه بدید من اینجا، دوستان، این بعضی وقتا مشکل ما با آقای اوسانلو. شما صدای منو داری؟ بذارید این زیر براشون بنویسم. اون آگهیه بود همین وش can you hear me، یا میگفت can you hear me، یعنی صدای منو میشنوی. حالا ما هم اینجا همین مشکل. صدای منو داری؟ بله، شما چی صدای منو دارید شما؟ خب بذارید من دوباره زنگ بزنم یا این اسکایپ بعضی روزا خودشو اپدیت میکنه، وقتی خودشو اپدیت میکنه ما رو بیچاره میکنه. در صورت بله الان اینجا نوشت که اشکالی داشت و ببینیم دوباره. بهترین راهش هم اینه که خاموش کنیم دوباره روشن کنیم. حتی برای این جوک ها ساختند و مسخره میکنن کامپیوتر و این چیزا رو. الان به ما اجازه نمیده. دیروز وقتی عوض کردم سیستم رو گفت که میخوای همین بلنگو و همین میکروفون رو استفاده کنیم؟ گفتیم بله، دست بهش نزن. ولی امروز نشون میده که کار نمیکنه. بذارید باز ببینیم چرا همچین شده و روزگار قضایی بیست نازنی. شاید به دلیل این ماجیک جک، این ماجیک جک ما روی تلفن دستیمونم که وصل کردیم آمد و همه چیزها رو ریخ به هم. حالا ببینیم که اینجا چه کار میکنه. خلاصه ما از صبح تا شب کارمون شده این که اینو درست کن، برو اونو درست کن، اینو درست میکنی اون خراب میشه، اونو درست میکنی اون یکی خراب میشه. و به نظر خودمونم میاد که خیلی زحمت کشیدیم، خیلی کار کردیم، ولی نگاه که میکنیم اینو از صبح تا شب هیچ کاری انجام نشده. بذارید من ببندم این ماجیک جک رو. حالا تازه برام اومده بود که تا ماه جولای قراردادتون تموم میشه، میخوای 5 سال دیگه برات تمدیدش کنم؟ گفتیم نه بابا، مرا به خیر تو امید نیست، همین که شر نرسانی کافیه. خب بذارید ببینم این سویچ تو، حالا ببینیم این کار میکنه نخه. هنوز هم اسکایپ اسیر این شده و خیلی جالبه، هر کدومشون هم میاد میخواد مثل حکومت‌های دیکتاتور میخواد همه چی در اختیار خودش باشه، حاضر نیست یه چیزی رو با دیگران شیر کنه، تقسیم کنه. آقا به اندازه خودم ببرم. میگی که این میکروفون رو استفاده کنم؟ میگم بله. وقتی میکروفون رو میبره دیگه نمیذاره هیچ سیستم دیگه اونو استفاده کنه. درسته که اینا میتونن چون دیجیتال هست تا 3 تا 5 تا به اصطلاح برنامه از یه میکروفون استفاده کنه بدون هیچ اشکالی، ولی اینه دیگه ماجرا. امروز اتفاقا من میخواستم برنامه خانم فرنوش رو هم براتون پخش کنم، ولی چون قول داده بودیم به آقای اوسانلو گفتیم که خب بهتر نظر ایشون رو هم بدونیم، مخصوصا الان بعد از انتخابات. ولی این دستگاه ما گیر کرده و حتی نمیذاره خاموشش کنیم. حالا دوباره خاموش کردم. میدونید که راه های زیاده برای خاموش کردن این وسایل و پروگرام ها به قول معروف. اگر نتونستید از صفحه اصلی خودشون خاموشش کنید، میرید توی اون تسک منیجمنت یا بذارید ببینید. نه خیلی اجازه نمیده. حالا ما یه بار دیگه زنگ میزنیم، اگه صدا بود که با هم صحبت میکنیم، اگر نبود از ایشون عذرخواهی میکنیم و یه وقت دیگه ببینم. کارگران جهان، بله
توی ارتش قدیما شما صبح زود بیدار میکردن با سوت و با تشر و اینها لباس بکش و اینا، بعد میگفتن وایس. بله من صدای شما رو دارم، شما چی صدای من داری؟ الو جانم، الو بذار ببینم بینمستم can you hear me، چون آقای اسامه از روز اولی که صدای منو داری؟ بله اجازه بدید. آها صبر کنید اینجا من دوباره سعی کردم با چون تماس بگیم، الان خوب شد فکر کنم. اوکی ما داریم الان. بله شما صدای ما رو داری؟ خیلی خوب و روشن. بسیار عالی. خب خوشحالم اینجوری قدرتون رو بیشتر میدونیم. خواهش میکنم شما لطف دارید. خواهش میکنم شما زحمت میکشید، من همیشه قدردانی میکنم. شما لطف دارید، ممنونم. و ما تنها کاری که میتونیم بکنیم یا حداقل کوچکترین کار اینه که شما و دوستان رو هم به اصطلاح میکروفون بدیم تا بتونید بیان صحبت کنید. شما هم زحمت میکشید. دوستان عزیز شما هنوز نیویورک هستید آقای اوسانلو؟ بله. آقا میون این همه شهر چرا رفتید تو این نیویورک جزیره‌ای که انقدر گرون هست و سر و صدا؟ به خاطر که فرزندانم قبل از من تونستن خودشونو به اینجا برسونن، موقعی که من از زندان آمدم بیرون، چون میدونستم که اینا گروگانگیری خواهند کرد، حالا کار خواهند داشت. این بود که بچه ها زودتر از ما آمدن، چون اینجا تونستن خودشون رو برسونن دیگه. ما هم بعد از 12 سال جدایی آمدیم پیش فرزندانمون. بله ممنونم. بله بذارید به دوستان بگیم که نیویورک به اصطلاح شرقی ترین قسمت آمریکاست و وقتی کسی از ایران و اروپا و اینها میاد اونجا اولین ایستگاه یا اولین استیشن هست. آقای اوسانلو نظرتون رو درباره این انتخابات بگین، اینا با چه مهارتی هر روز یه نفر میارن از آسینشون بیرون و میگن اگر اینو نگیری اون میاد. و مردم اگه نگاه کنید 4-5 تا انتخابات گذشته همیشه این بوده، مردم میگن میریم به این رأی میدیم که اون یکی نشه. یه مقداری لطف کنید درباره انتخابات صحبت کنید، بعد از اون دوستی که شما گفتید توما رو به اصطلاح چی بهش میگن پتیشن درست کردین و من باور دارم که این پتیشن تومارها کار نمیکنه، درباره اونم صحبت کنید و اون رو هم به دوستان معرفی کنیم، کسانی که موافقن که پتیشن کار میکنه امضا کنن. ولی من تا امروز ندیدم که کسی با پتیشن و امضا از زندان دیکتاتورها بیرون بیاد. نمونش برادر خودتون که در زندان به دست این جلادین کشته شد. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. اولا که سپاسگزاری میکنم که با همین امکانات محدود ولی مستقل شما تونستید این کار بزرگ رو ادامه بدید، چون که دوستش دارید و خیلی تمایلم دارید که مستقل این کار انجام بدید. و من میبینم که با اختلاف نظرهایم که ممکنه با شما داشته باشم، یکی اون رک بودن شما و یکی هم این استقلالی که شما میخواهید داشته باشید. هرچند که رسانه ممکنه یک رسانه آنچنان خبر رسانه مثلا ماهواره‌ای در سطح جهانی نباشد، ولی فکر می‌کنم روی آدم‌های نکته سنج و ظریف اندیش مثل خودتون تأثیر داره این ما به اصطلاح برنامه‌های تلویزیونی شما. به همین دلیل هر وقت که من بتونم واقعا از این کارهای بسیار زیادی که در حال انجامش هستیم لحظه فراغت کنم و پیام های مرتب و منظم شما که بیاد میبینم، مثل این یکی که بالاخره دیدم میتونم امروز یا دیروز رو در کنارتون باشم که با هم امروز رو فیکس کردیم، با احساس خوشحالی این که در کنار شما باشیم و این سوالات که مهم هم هستن و الان هم نقل مجلس همه ایرانی های علاقمند به کشورشون هست رو با هم پیش ببریم. در رابطه با این انتخابات که ما این رو به دلیل اینکه انتصاب به علاوه انتخاب بعد از اون هست نتیجهش میشه انتخابات، از سال 1394 با همکاری یارانمون که در داخل ایران هستن و پروژه جنبش همبستگی برای حقوق بشر و دموکراسی و بازوهای اجرایی اون عیاران معیشت و ستمدیدگان دادها رو پیش میبریم، این واژه رو سعی کردیم تبیین کنیم. خوشبختانه داره جا میفته، خیلی ها دارن این کلمه انتخابات رو در رابطه با ماجرای حکومت ولایت فقیه به کار میبرن و همچنین کلمه جمهوری اسلامی که از روز اول غلط بوده است. ما در زندان در بارش بسیار به دوستان خوب
روشنفکر باسواد، زندانیایی که هزینه میدادن برای هر کلام از حرفشون، بحثای زیادی داشتیم برای تبیین این سیستم حکومتی که این هم هست. من هست ولایت فقیه، چیزی از جمهوریت توش وجود نداره. ما داریم سعی میکنیم واژه‌های مستقل خودمون، واژه‌های درست مردمی خودمون که از اعماق جامعه و از بین ستمکشا بیرون میاد رو برای ما پیشنهاد میکنن، به سایت خبرگر میفرستن، رو به عنوان یک واژه‌نامه مردمی در مقابل واژه‌های حکومتی هم بنا بکنیم. به همین دلیل از انتخابات من صحبت میکنم، چرا که خب نظامی کاملا بسته، دایره بسته توسعه نیافتگی دموکراسی، اقتصاد، فرهنگ و هر چیز دیگری که در سطح کلان به زندگی همه مردم مربوط میشه تو این چارچوب بررسی میکنیم. یک ولایت فقیه هست که یک شورای نگهبانی رو انتخاب میکند و بعد یک شورای نگهبانی است که یک مجلس خبرگانی رو انتخاب میکند با کمک افکار عمومی که توسط مجلس شورای ولایت فقیه دوباره انتخاب می شود که با همکاری بخش‌های اطلاعات امنیتی ولایت فقیه این چارچوب و مدار بسته توسعه نیافتگی می آیند. حالا بازی های در می آرن، حالا یه عده می گویند سیرک، یه عده می گن شعبده، یه عده مزهکه، به نام انتخابات باز هم ما می گیم که در پرانتز حکومت می گویند انتخابات نیست، به دلیلی که شورای نگهبان ولایت فقیه، سپاه پاسداران ولایت فقیه، هیئت مؤتلفه در این انتصاب اولیه همکاری میکنن. تعدادی از افراد شاخص در خود این حکومت رو 30 و چند سال از توی دایره پسته مدار توسعه نیافتگی سیاسی حکومت حضور دارن. 6-7 هزار نفر هستن، تک و توکی هم مثل رفسنجانی یا مردن یا سرشون رو زیر آب خودشون کردن. حالا از بین همین آشغال‌های باقی مانده که اینها انتصاب میکنن، میگوین بیایید به این نشخوار و توفاله ما شما مردم انتخاب بکنید، پس میشود انتصاب، که این هم معلومه دیگه، یک جنایتکار قاتل رئیسی میاد بیرون، یک جنایتکار و دوزد و قاتل دیگر مثل روحانی میشود رقیب نهایی، بقیه هم که توفاری از همین دست که من در داخل ایران تک به تکشون رو لمس کردم در مبارزه‌ای که در امر کارگران با اینها داشتیم، از اون خالیباف جنایتکار، بورس، قارتگر، زمین فروش که زمین های کارگران شرکت با که دیدید همین امسال ما 3 تا میتینگ طرف سیندیکاتگران جلوی شورای شهر، مجلس و جاهای دیگه داشتیم که کارگران دیگر هم از جمله اتحادیه آزاد کارگران که یاران ما هم دیروز پیروز هم تونستن در یکی از دادگاه ها یا بیدادگاه های ساوه یا شعبه تجدید نظر عراق رأی تبرئه بگیرن، همه با هم در مخالفت با این انتخابات بودند و به دلیل بسته بودن این انتخابات و اینکه هیچ تعهد، هیچ امضا، هیچ قرارداد دست جمعی دو طرفه، هیچ به اصطلاح امتیازی رو هم به مردم نمیدند و فقط از مردم میخواهند به اینها رأی بدهند، عملا اکثریت طبقه کارگر، محرومین، مزدگیران، کارمندان، معلمان، بازنشسته‌ها، مناطق فقیرنشین، حاشیه‌نشین‌ها دیدیم که در این انتخابات شرکت نکردند و اینا تونستن بیشتری دوربین رو روی 4 تا حوزه رأی‌گیری که از قبل در مناطق مرفه نشین و پولدارهایی که از بغل حکومت ارتزاق میکنن مثل حسینیه ارشاد، حسینیه جماران، گیشا و هرمزان در شهرک غرب فیلم بسازند و به جهانیان بخورونند که بله ببینید اینجا ها صفیه هم شده است. سازماندهی کرده بودن که همه کسایی که میخوان رأی بدن عوامل خودشون رو در این مناطق معرفی کردن و حضور اونها رو اونجا به شکل تبلیغاتی در آوردن. به جاش ما در سایت خبرگر اگر راجع بکنن هم بیش از صدها، میتونم بگم شاید 1000 و خورده عکس و ویدیو و تصویر و گزارش های خبری که خود همیهنان، زنان، دختران، مردان، جوانان، کارگران از حوزه های شهرستان های مختلف از اقصانقات کشور و مناطق فقیرنشین، کارگرنشین مثل اسلامشهر، افسریه، خاورشهر، بدون شوش، نیرو هوایی و و و که اصلا از صف خبری نیست، همچنین در استان های مختلف کشور در چند استان هم که تقریبا تحریم حرف اصلی رو زد، بایکوت حرف اصلی رو زد، امتناع حرف اصلی رو زد و حتی
درگیری های داشتیم که با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد و بخشی هم با شعار یا حسین میر حسین نوعی حضور مخالفان و حتی تحریم ها با استفاده از فضای انتخاباتی بود که در اون میتینگ های اینها شرکت کردن و اونها رو تبدیل به میتینگ های مطالباتی و اعتراضی کردن. دیوار نویسی های زیاد، عکس ها و تصویر های زیادی هم داریم که شده، رنگ پاشی بر روی این تابلوها و بنرهای انتخاباتی همه جناح حکومت در شهرهای مختلف. آقای حسینلو از شما عذر میخوام، شما اسم آقای قالیباف رو آوردید و دیدیم که یک ویدیویی بود که وزیر نفت قالیباف رو چالش میکنه و به چالش میکشه و میگه که شما بیا دارایی تو بده من داراییمو میدم به شما، و فکر کنم همون بود که باعث شد قالیباف به نفع آقای رئیسی کنار بره. این چیزایی که شما میگید درباره قبل از انتخابات و اون روز انتخابات، سوال من از شما اینه، الان باز آقای روحانی شده رئیس جمهور و شماها به عنوان یک اپوزیسیونی که اسمی دارید، نامی دارید، شکنجه شدید، زندان رفتید، نه اینکه بنده از روی مثلا بیکاری اینجا یک جنبشی درست کرده باشم و میبینیم که کم هم نیستن، کنگره درست میکنن، جنبش میذارن، مجلس سنا میذارن، قانون اساسی مینویسن، شما چه برنامه ای دارید؟ مردم اگر شما میگید این انتخابات اینجوری هست، دروغین هست، 4 سال الان مثلا شما باز وقت دارید، توی این 4 سال چه برنامه ای دارید؟ برنامه فردا چیه؟ از امروز و از دیروز یه مقداری کمتر بگیم، بیایم سراغ فردا ببینیم برای فردا. چون من ببینید، من مأمور حکومت نظامی بودم تو شیراز و می دیدم شبنامه هایی که اینا می فرستن با اون امکانات کم سال 1357 چجوری از اون بالا تا پایین هر جملهش یک مفهوم خاص به مردم می گفت، کجا باشید، چه ساعتی باشید، بعد از خوندن این چه کار کنید. ولی الان میبینیم یه نفر میاد میگه که ما میخوایم کنگره را بندازیم، میگه کجا، میگه هنوز جاش معلوم نیست، کی میخوان، میگه هنوز روزش معلوم نیست، کی دعوت میکنی، هنوز اونا هم معلوم نیستن. خب این دیگه مردم اصلا اعتماد ندارن، طرف 7 روز هتل گرفته از استرالیا آمده اینجا، یک شب مونده همون موقع برگشته رفته، دیده اصلا این فایده نداره. برنامه شما دارید؟ من میبینم که شما این اسم فیسبوکتون هم همون دنباله سندیکا و کارگران جهان و اینها هست، و آیا شما واقعا باور دارید که یه روزی یه جای دنیا کارگران میتونن قدرت رو به دست بگیرن و یه حکومت دموکراسی به مردم نشون بدن یا تحویل بدن؟ من فکر نمی کنم همچین چیزی امکان داشته باشه، یعنی سیستم سیاست و حکومت و اینها یه جوری پیش رفته که طرف باید درسش رو خونده باشه، مدرسهش رو رفته باشه، و میبینید که الان آمریکا با چه معضل بزرگی روبرو شد، چون مردم گفتن ما خسته شدیم از سیاست مداران، حالا میخوایم یک کسی که تو سیاست نباشه بیاد، مثل این که من برم جراحی بعد بیام بگم من خسته شدم از این جراحا، زیاد پول میگیرن، دیگه نمیخوام هر وقت جراحی داشتم برم اونجا، منو ببرید پهلوی قصابی. خب این به همون قد مسخره است که الان آمریکا تو این منجلاب آقای ترامپ فرو رفته. ضمن نمیدونم نظر شما درباره آقای ترامپ چی هست، یه مقداری از امروز بیشتر از فردا صحبت کنید، بفرمایید. بسیار عالی. حالا از امروز میگیم، از فردا هم میگیم، چون باید تبیین خودمون رو به عنوان بخشی از سخنگویان زحمتکشان و مزدگیران ایران که در همین راستا پایفشاری میکنیم، همینجا هم داریم از اینهای زیادی برای این استقلال و این ایستادگی و از پایه همون تلاشایی که کردیم، از اینهایی که دادیم جمع میگم، نه من، نیرویی که با ما خوشبختانه دارن همکاری میکنن در داخل و خارج از کشور، که جهت رو کم کم همه دارن پیدا میکنن. و عنوان نمونه خدمتش کنم، اگر به سایت خبرگر مراجعه بفرمایید که براتون از آن لینکش هم همینجا تو تکست اسکایپ گذاشتم، ما یک جدول ثابتی گذاشتیم، چون ما 3 تا 20 آدم هایی هستیم که مطالباتی هستیم، یعنی مطالبه محور هستیم. سندیکام شما حتما بهتر از من میدونید نهادیست که نهاد برنده و نمیدونم بمبگذار و انفجار و زده یک حکومت در جا نیست، بلکه سندیکا یک ارگان سازشکاری طبقاتی است اتفاقا، که با خردمندی
میاد منافع و مسائلی رو که مزدگیرانش دارن، کارگران، معلم‌ها، همینی کسایی که مزدگیرن و نهادهای حقوقی خودشون رو تحت عنوان سندیکا، یونین‌ها، اتحادیه‌ها تشکیل میدن، اونجا خواهان این هستن که آقا ما دارید اینقدر کار میکنیم، این شرایط زندگیه، اینم هزینه‌های زندگیه، ما هم برای ادامه کارمون که شما از کار ما بازم بهره ببرید نیاز داریم که این حداقل‌های خوراک، پوشاک، بهداشت، مسکن، آموزش و یه فرصتی هم برای بازسازی و آموزش و حضور در مدیریت اجتماعی داشته باشیم، که خود شمایی که بخواید بهره برداری کنید، مدیریت بکنید، کارفرمایی بکنید، جامعه و دولت‌ها رو به پیش ببرید، با یک نیروی فرهیخته، سالم و فرهنگدار کار رو پیش ببرید، که همین جامعه برای توی که میخوای سود ببری، هم برای من که این سود تولید کنم قابل زندگی و ادامه حیات باشه. این نهایت است که تلاش سندیکاها در راستای بهبود شرایط کار و زندگی مزدبگیران و زحمت کشان و کسانی است که به اونها رأی دادن و از اونها این خواستار رو دارن و همراه اونها در این مبارزه لحظه به لحظه حضور دارن. یعنی یک تقسیم مسئولیت اجتماعی در نهادهای صنفی مدنی و حضور خود مردم از کف رو به بالا فشار میارن تا از بالایی ها امکانات بیشتری رو بگیرن، که متاسفانه در فرایند جمهوری اسلامی خیلی وحشتناک طبقاتی شده. ما در سایت خبرگر اگر نگاه بکنید، از همون روزهای قبل از اینکه این انتخابات برگزار باشه، دو سه موضوع اساسی رو از دیدگاه مزدبگیران و زحمتکشان با این انتخاباتی که هیچ کدوم از جناهاش به درد ما نمیخورده و خوشبختانه سندیکای فلزکار مکانیک، سندیکای شرکت واحد، اتحادیه کارگران پروژه‌ای، اتحادیه کارگران آزاد، همچنین اتحادیه کولبران که جدیداً تونستیم سازمانش رو شروع بکنیم به شکل دهی، و بسیاری از زحمتکشان دیگه در ارگان‌های خودشون از جمله کانون‌های صنفی معلمان و زندانیان سیاسی، خانواده‌ها، مادران ستم دیده که همراه ما در این مبارزه یک جبهه بزرگ رو داریم تشکیل میدیم، کمتر هیچ کدوم هیچ موضع‌گیری نسبت به ما نکردن و اکثرا این رو طرد و امتناع و تحریم و بایکوت کردن، که زبان سیاسیش زبان ما و یارانی بود که به عنوان نه به انتخابات و بایکوت انتخابات در ایران پوسترهای خودشون رو منتشر کردن، از جمله یکی که مادر خود من آقای تبرزدی و دیگر یارانی که با شجاعت ایستادن جلوی این دروغ سیاسی. آقای استاندرو عذر میخوام از شما، یکی از دوستان گفته که آقای استاندرو میگه ما اهل به اصطلاح طرفدار خشونت و کشت و کشتار و اینها نیستیم، ولی در تلویزیونی برنامه میذارن یا مهمان میشن که اونها دستور ساختن کوکتل مولوتوف و تظاهرات، اجازه بدین من از طرف شما اینجا توضیح بدم. و چه جالب بود که خود شما اول برنامه گفتید شما اینجا حضور پیدا میکنید با وجودی که ممکنه با من مخالف باشید، یعنی نشون میده توی اون تلویزیونم وقتی شما شرکت میکنید برای این هست که صداتون رو به گوش همون بیننده‌ای برسونه که داره طرز تهیه کوکتل مولوتوف یا شکستن نمیدونم شیشه و پنجره و اینا رو میرسونه. این تعریف من از وجود شما یا شرکت شما در تلویزیون های مختلفه. آیا درست گفتم؟ نظر شما چیه در این مورد؟ کاملا انصاف رو به خرج دادید، ممنونم ازتون، واقعا همینطوره. چون ببینید یه آدمی مثل من و دوستانی مثل من که کمک های ناچیزی میتونن بکنن، ما نهایتا یک سایت کارگری و تقریبا سیاسی از موضع مزدبگیران و محرومان و صدای سوم رو حداقل به شکل آشکاری که میشناسن گروه زیادی از مردم ایران ما رو، هزینه‌هایی که دادیم و میدونن، و اینکه خانواده من در ایران کماکان در سنگر مبارزه ایستادن و بارها مورد تهدید هم واقع شدن، ولی مادر 80 ساله من، نمیدونم برادران من، خواهر من، خانواده من، برادری که از دست دادیم، مورد انواع توطئه‌ها دارن میشن، ولی از این راه پدرانمون که راه حق طلبی کارگری بوده، چه من در اینجا چون عزیزان و فامیل من، دوستان من، کارگرانی که میشناسن، روشنفکرهایی که حتی تو کانون نویسندگان ایران نزدیک ما رو میشناسن و جز اون بخش طرفدار مزدبگیرا و کارگرا هستن، میدونن این مبارزه که ما میکنیم واقعیه و ما پول نداریم که خودمون یک تلویزیون درست کنیم. طبیعیه که میدونیم اینترنت هم در داخل ایران سرعتش خیلی کمه و به وی پی ان احتیاج داره، به تخصص احتیاج داره.
بسیاری از کسانی که ما با اونها میخوایم ارتباط داشته باشیم که کارگرها، معلمها، بازنشسته‌ها، مستمری بگیرها در سن و سال حتی مادران خودمون هستن که الان میلیون ها نفر شدن مثل کارگرای بازنشسته یا لوله سازی و فلزکار و مکانیک و معلم های بازنشسته، نمیدونم بازنشسته های تامین اجتماعی که صندوق تامین اجتماعی قارت کردن حکومتی ها به دلیل مرتضوی و پولشو بر نمیگردونن، اینها زیاد با اینترنت به عنوان آدم تشکیلاتی کارگری یا سیاسی یا سندیکایی نمیتونن کار کنن. ولی آقای استانلو این روزها استفاده کنیم. آقای استانلو این روزها تلفن‌های همراه یک معجزه بزرگی شده، مخصوصا اون تلگرام برای دوستانی مثل شما که بتونن از طریق تلگرام حتی ویدیوهای خود رو یا صدای خود رو با حجم خیلی کم بفرستن. و من بهتون باز گفتم من سال 1357 این آخوندها دیدم با یک کاغذ به صورت شبنامه با نوارهای چی بهش میگفتیم نوار کاست تیپ این کار رو انجام دادن. من فکر کنم ماها یک کمی از بس وسیله های خیلی خوب داریم یادمون میره که از این وسیله های به اصطلاح آسون به نحو احسن استفاده کنیم. در هر صورت شما گفتید که تلویزیون ندارید، ضمناً اول برنامه گفتید که تلویزیون های اینترنتی ممکنه کششی به اون صورت نداشته باشن. من حاضرم شما رو به چالش بکشم و بهتون نشون بدم که تلویزیون های ماهواره‌ای این روزا توی ایران طرفدار ندارن و اونایی که اهل ماهواره هستن تلویزیون های ترکی و اینها و اون یکیش نمونهش بود دیگه تلویزیون جم، نمیدونم حالا بعد از اینکه صاحبش رو کشتن ترور کردن باقی میمونه یا از بین میره، اینها دیگه ابسولیت شدن، از بین رفتن و مردم همون چیزی که شما گفتید وی پی ان گفتید، من اسم اینا رو هم نمیدونم، این دستگاهایی که میگیرن میزنن فیلتر شکن و تلفن‌های اسمارت یا آیفون و اون ماجرای تلگرام و اینستاگرام و پروگرام‌های دیگه‌ای که هست. در صورت ما اینجا در خدمتتون هستیم، خوشحالم راه ما با شما خیلی هم نزدیکه، یعنی با اتوبوس هم بخواید بیان 4 ساعت زمینن احتیاج به رفت و آمد نیست، همین وسایلی مثل اسکایپ و اینها می‌بینید که اون معجزه اسلام رو که گفت صدایی از غرب از شرق بلند میشه در غرب میشنون امروز داره اجرا می‌کنه. درباره این دوستمون که شما پتیشن داده بودید لطف کنید اسمش رو بگید، اگر روی وبسایتتون هم هست روی فیسبوکتون هست من پیدا میکنم نشون میدم تا دوستانی که مایل هستن امضا کنن. ولی من گفتم من هنوز ندیدم که یکی از دوستان بتونه یه نفر معرفی کنه مثلا بگه آقای فلانی به خاطر پتیشنی که ما پر کردیم آزاد شد. ولی میبینیم افرادی هستن، حالا چون با شما مصاحبه میکنم اسم نمیبرم، که از زندان آزاد میشن با هواپیما و با پاسپورت میان، مامورین آمریکایی میرن تو هتل ورشون میدارن میارنشون و اینجا بعدن میشن استاد دانشگاه. یعنی به خاطر چه خنده ای شما کردید، به خاطر این هست که شما امروز زجر مضاعف باد ببرید، یعنی حرف شما رو مردم قبول نمیکنه. بله در دیده ها اونایی که کارگر هستن به قول شما کلمه خوبی رو مزد بگیر میگید استفاده میکنید، اونها شما رو درک میکنن، ولی اینها آمدن بازار رو شلوغ کردن و الان خوشحالم که خیلی ها فهمیدن که اینها یه نوع نفوذی هستن از طرف آخوندها. بله ممنونم که بازم شما تایید کردید. لطف کنید درباره این دوستی که در زندان هست و شما میخواین به یک وسیله‌ای بلکه صدای در گلو مانده ایشون رو به گوش جهانیان برسونید یه مقداری صحبت کنید. چشم، فقط اجازه بدید من این بحث قبلی دیگه آخرش بودم ببندم که نصف کاره نمونه. بفرم. ما الان آمدیم چالش کشیدیم، نه که ما فقط اینجاییم، با توجه به اون تظاهرات ها، دیوار نویسی ها، شعارهایی که داده شد در بسیاری از این فضاهای انتخاباتی حکومتی، ما الان یک راهکار تاکتیکی اینها برای رسیدن اون استراتژی سراسری شدن اعتصابات و سازماندهی صندوق حمایت از اعتصابات همه مزدگیران ایران و همپیوند زدن این حلقه های مبارزاتی پنهان و علنی که خودشون تونستن حفظ بکنن خوشبختانه در داخل کشور و بیرون و هر روز هم دارن اثرگذارتر میشن. ما در همه انتخابات دیدیم حتی مثلا حلقه های مثل آقای یاران
محمد علی طاهری که با ما مستقیما کار میکنن و به مصاحبه ها من جای دعوتشون میکنم، معرفی میکنم، میرن، یارانشون که اینجا هستن و میشناسم، اطمینان دارم نفوذی حکومت نیستن، تونست شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، حتی ضیاء نبوی آزاد باید گردد، دستاری که خانواده ضیاء نبوی خانواده بسیار سیاسی و پشته دادن، ولی این فریاد ها عمومی شد از این تلویزیون های بیرونی و توی همین تلگرام اینا هم بیرون اومد و هزاران نفر اینها رو دیدند و شنیدند و که ماجرا چی هست. ما روش همون مطالباتی سندیکایی رو در مقابل این 4 سال آینده از همین الان در سایت خبرگر قرار دادیم که در 1 ماه آینده دولت روحانی کدام یک از مطالبات مردم را اجرا می کند. خیلی قول دادن اینا، خیلی آبروی همدیگر رو بردن در دزدی، در جنایت، در خارتگری، آدم کشی، چیزی نمون که 6 تا به همدیگه نگن، یعنی پنبه نظام ولایت فقیه زده شد. اون تهمونده‌ای که شاید هنوز حکومت رو نمیشناخت به چشم خودش دید، به حاکمانی که بر سر او بودن، رئیس نیروی انتظامی بودن، نماینده مجلس بودن، تو شورای نگهبان بودن، رئیس جمهور بودن، همه دارن سبقت میگن که به هم دیگه تو بیشتر جنایت کردی، تو بیشتر غارت کردی، تو بیشتر دزدی، من کمتر، و همه فاسد و غارتگر و جنایتکار و آدم کشن. به همین دلیل ما در این چارچوب اینو گذاشتیم که قولای زیادی داده، حالا این آقای روحانی جسمانی رو به هر شکلی بوده از این صندوق آوردن بیرون، اوکی انتخاب شده، به قول شما ما میگیم انتخاب شده، آوردنش بیرون. ایشون کدومی که از این قولها رو داد و کدومی که از این شواهدی که ما دیدیم، بیهجابی های زیاد و بیروسری زیاد و توی این روزا دیدیم در سفارت خونه ها در داخل ایران، نوع پوشش اجماع اختیاری، رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی، حل مشکل بیکاری، رفع فیلترینگ و سانسور، بازگرداندن صدا و سیما به مردم، بازگرداندن پولهای سرقت شده از صندوقهای بازنشستگان به مردم و بازنشسته‌ها، معرفی مفسدین اقتصادی، رفع پارازیت‌ها یا هیچ کدام. که تا الان در این نظرسنجی که ما گذاشتیم نزدیک 82% هیچ کدام رو زدن. گروه دیگری خب جاهای مختلف از 2-3% داریم، تازه شروع کردیم اینو از دیروز گذاشتیم به عنوان یک مسئله اساسی. یک، این داره نظرسنجی میکنه. دو، یادآوری میکنه که چه مطالباتی در این روزهای شلوغی انتخاباتی و تبلیغاتی مطرح شد از سوی همین دزدا و غارتگرا. سه، ما مردم یادمون نره که طلبکاریم اینها رو از اینا، و ماهی یک بار ما اینها رو جمع‌بندیش رو از تلویزیون‌هایی که مثل شما اگه لطف کنن دعوت کنن، یا از همین سایتی که داریم، از همون توی کانال‌های تلگرام و اینها که داریم، البته اینستاگرام هم خیلی محدوده، یعنی ویدیو 1 دقیقه بیشتر رو میزنه کنار، دو خیلی راحت میتونن روش الان سوار بشن و هکش کنن، ما هم داریم ولی کمتر استفاده میکنیم. تلگرام هم از دوستان میخوایم در بخش تشکیلاتی از چت خصوصیش استفاده بکنن. ما از هنگ آوت و همچنین سیگنال فعلا بهتر میدونیم، گوگل هم برای ما دو رمزه کرده کسایی با ما کار میکنه، یک دونه تانه دستگیری نداشتیم، یک دونه زیر ضربه نداشتیم خوشبختانه، و همینطور که شما دیدین از این ابزارها هم استفاده میکنیم. ولی حدود نزدیک به 40 میلیون ایرانی هستن که به همین ابزار هم هنوز دسترسی ندارن، خیلی از زیر خط فقرن، و اونا یکی از اون مخاطبهای ما هستن، اون نقاطی که ما براشون داریم حرف میزنیم. اونا حتی موبایل هیچ چنینی هم ندارن که بتونن ازش استفاده کنن، بخشی از جامعه که فقط یه دیش ارز و قیمت تونستن با یه چیزی حدود 50-60 هزار تومان در نقاط خیلی فقیرنشین و حاشیه نشین که حدود 40 میلیون نفر جمعیت هستن با همین ماهواره ها با ما ارتباط دارن، بیشتر هم در مناطق جنوبی و حاشیه شهر هستن و در مناطق جنوب کشور. یعنی خیلی جالبه، ما یه ارزیابی این 2-3 سال به دست آوردیم با دوستانمون که کمک میکنن، تقریبا ایران طبقاتی کامل شده، هم پولدارها و اینا چسبیدن به حکومت، هم نقاط شمال کشور، نه فقط شمال شهر تهران که بگیم یا معادی آباد شیراز بگیم، و نقاط شمال کشور این مرفه‌تر، نقاط پایین محرومترن، یعنی از کرمان، یزد، خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، ایلام، نمیدونم اینها، بوی رحمت، بختیار، اینا با ما بیشتر ارتباط دارن، حتی تلفن میزنن، تلفن مستقیم، ترس از اینکه کنترل بشن به من ده ها صدای اینجا. آقای اجازه بدید، آقای استاندو، چرا شما یا سازمان های دیگه به جای اینکه بگن چهارشنبه سوری مردم آمدن بیرون ترقه زدن برای ما، 13 بدر رفتن بیرون رقصیدن برای ما، چرا یه روزی
مثلا شما که نماینده سندیکای کارگران بودی اتوبوس واحد، اینجا ما دیدیم که مثلا راننده اتوبوس اتوبوس رو کج نگه می‌داره، خیابون رو می‌بنده، اعتصاب می‌کنه. یعنی چرا شما یه همچین کاری تا حالا انجام ندادی؟ درسته اونها خونخوارن، دیدیم که با ماشین جیپ رفت رو پسر کشتش و اینها، ولی مردم رو هم دست کم نگیریم. یعنی خود مردم حتی بیان بشینن تو خیابون، ما یه لب به این آقای رضا پهلوی گفتیم، گفتیم آقا شما که هی طرفدارانت میگن 90% طرفدار آقای رضا پهلوی هستن، یه روزی، نه این روزای سال نو و اول ماه مهر و اینا رو، نه یه روزی رو معین کن، بگو مردم بیاید تو خیابون، خونه نرید. من امروز نشون میدم توی برنامه یه آقای به نام آقای نیک جعفرزاده که ایشون کشته و هلاک خانم فرح پهلویه، آمده عکس شادمانی جوانها ویدیوهاشون گذاشته، بعد نوشته که اینها به خاطر سقوط زود را آینده فردای آخوندها دارن جشن میگیرن، و زیرش نوشته آفرین جوانها به خانه بر نگردید، همینجا باشید. ببینید حالا چقدر عقل اینا کوچیکه. اولا کسی که تو خیابونه داره میرقصه الان، فیسبوکش روشن نیست، داره میرقصه، تلفنش تو جیبشه. بعد اینا اومدن جشن گرفتن که همین روحانی شده، اون رئیسی نشده. چرا دروغ میگن اینا به خودشون؟ شما تو این سازمان هایی که الان چند ساله آمدید و از نزدیک شناختیشون، کدوم یکیشون رو قبول داری که حاضر باشی به عنوان یک عضو در اون سازمان اسم بنویسی؟ من بازی گفتگو رو تمام کنیم. بفرمایید. مرسی. ببینید، ما قبل از اینکه سازماندهی بکنیم، مثل سندیکا که 20 سال طول کشید ما سازماندهی کردیم تا رفتیم سراغ مجمع عمومیش، تا حکومت رو که با تمام قوا اومده بود که این مجمع عمومی شکل نگیره شکست دادیم. یه نیروی چند هزار نفره ما بلدیم، ما سازماندهی تا نکنیم، تا جامعه تشکیلاتی نشه، تا روابط تشکیلاتی برقرار نشه، آموزش های سازماندهی داده نشه، دادن چنین فراخوان‌هایی به نظر من حتی اگر یه گروهی از جمعیت‌های مردم رو، ناراضی‌ها رو، جوان‌ها رو، که بالاخره هر کدوم ممکنه به یکی از این رسانه‌ها یا جریان‌ها گوش کنه و باورشون داشته باشن، مفت به دم تیغ دادن هست بدون هیچ سپر امنیتی، بدون اینکه پروتکل آمریکایی‌ها پلن A B C D شو داشته باشه. به همین دلیل ما چنین فراخوان‌های این چنینی هزینه‌دار رو دنبال نمی‌کنیم. اگر هم از یک فراخوانی ما پشتیبانی کردیم، فراخوانی بوده که یاران شناخته شده مثلا مثل آقای محمد ملکی از داخل ایران اون فراخوان رو داده، ما هم از اون فراخوان چون از اونجا آمده و خودشون در وسط میدان هستن حمایت کردیم. اما در موضوع قسمت دوم که شما فرمودید که چگونه میشه به اون اعتصاب سراسری رسید و یک فراخوانی خارج از این روزهای عمومی داد که نتیجه گرفت، اول از همه از داخل و خارج از کشور خوشبختانه با این امکاناتی که من نام بردم که بخشش به هیچ وجه حکومت نتونسته هنوز توش نفوذ بکنه، تو فوری کدا الارم به ما میدن و 24 ساعته در حال عوض شدن هست، نمیتونن ورود بکنن. این سازماندهی داخلی خارجی هماهنگ شده، خوشبختانه داره آرام آرام عضوگیری میکنه. در کنار عضوگیری آموزش باید داده شه. در تلویزیون دیدگاه که آقای کوروش عرفانی و آقای مهدو و تونستن با گرفتن پول از همین مردمی که بیننده این تلویزیون هستن، یعنی یک تلویزیون دموکراتیک ماهواره‌ای هست شبیه تلویزیون شما که از مردم میگید آقا یا هزینه حضور تو برنامه بده یا کمک مالی بکن، میخواید مستقل باشید، همین شیوه رو دارن. و با تلویزیون‌های دیگه مستقل هم که اونها هم زیاد پول و پلی تو دور و برشون، اونها هم اینترنتی هم مثل تلویزیون میهن مثلا، با اونها مصاحبه میکنن. حتی اگه شما بخواید فکر کنم با شما مصاحبه کنن. دکترای جامعه شناسی داره، روانشناسی اجتماعی داره، سالها کار کرده. وقتی من در زندان بودم توی اون پشتیبانی‌هایی که سازمان خود رهاگراشونو می‌کرد می‌دیدم یه چیز هم مستقله، هم طرف زحمت کشانه، هم طرف این و اون هم خش نمی‌کنن و به تدریج حلقه‌هایی از این نیروهای دموکراتیک علاقه‌مند مستقل بودن
و بس بودن به طبقات بزرگ اجتماعی زحمت کشان رو دارن شکل میدن. آقای دکتر افتخاری دیگه اونجا نیستن؟ نه خیر، ماهاست که اومدن. حالا شما لطف کنید از همین آقای دکتر کوروش عرفانی سوال کنید آقای فرهاد پارسی کیه؟ از ایشون بعدم بپرسید ببینید فرهاد پارسی کیه. اینایی که به شما میگن تلویزیون های ما مستقل هست و خرج شما از مردم در میاریم، یه قدم دو قدم باید شما با ماهایی که دستن کار تلویزیون بودیم و الان دیگه سراغ ماهواره نمیریم، چون ماهواره مثل اون داستان علی کنکوریه، باید سرتو خم کنی تا داره واز بشه. همین آقای فرهاد پارسی با من تماس گرفت گفت بیا با آقای کوروش عرفانی و آقای افتخاری همکاری کن. گفتم آقا این چیزایی که اینا میگن من مخالفشم و من در صورتی میام که من اونجا حرف خودم رو بزنم و آزاد باشم. همون آقای فرهاد پارسی که پولهایی رو که از دوره بختیار ایشون جا به جا میکرده هنوز در سوئیس و سوئد و اروپا داره میچرخونه و مثل یک مافیا عمل میکنه، همون آقای فرهاد پارسی تلویزیون دیدگاه رو چرخونده و الا تلویزیون دیدگاه که خوبه، تلویزیون های دیگه هم به اینجوری نمیتونن با پول مردم. نمونهش تلویزیون آریایی، ایران آریایی، دوستانی که طرفدار پادشاهی هستن همه پولدار هستن الان به گل موندن و یه مقداری من فکر میکنم شما رو استقلال خودتون بیشتر تأیید و تأکید کنید و گول این دوستان فرهیخته رو نخورید، دکترای فلان دارند و اینها. ببینید چه کار کردن تو این چند سالی که از تلویزیون اندیشه، تلویزیون همون میهن، آقای عرفانی اونجا بود دیگه، ببینید اینا سابقه شون چیه و آقای عرفانی میتونه چون اسمش آوردم میتونه هر کجا که بخواد بیاد یا مهمون من باشه یا من در برنامه شون صحبت کنم و این مدارک و نوشته ها همه موجود هست. اگر که بزرگ برواری کنید، چون من با آدم ها رو راستم اینجا که تلویزیون همه میبینن، و این مدارک رو بفرستید که من با داشتن این مدارک اصلا با خود اونها وارد صحبت بشم و بخوام که توضیح بدن چه عیبی داره. ما باید همه ما همینطوری شفاف باشیم که هیچ کسی نتونه هیچ ضربه‌ای بهمون بزنه. من ممنون میشم که این مدارک هم در همین تکست اسکایپ یا جیمیل که به هم وصلیم بفرستید، من همین امروز بعد از برنامه با شما به این دوستان مطرح میکنم، مدارکم میفرستم، میگم باید ببینیم این مدارک شما، اول خودم میخونم ببینم چی هست. بعد که دیدیم که قابل توجه هست و مستند هست هم فکر شما من شدم، بلافاصله از اینا همین امروز پاسخگویی خواهم خواست. قول من به شما در حضور بینندگان این تلویزیون میدم. بسیار ممنونم آقای اسامه. کف دستمه. همینجا من تهدید شدم، FBI به من گفته که فلان جا میخواد بری یا نری با ما هماهنگ کن. بله. من از اینجا هنوز امنیت ندارم، پس لازم نیست که کسی وابستگی داشته باشم. استقلالم اصلی ترین چیزی که دارم و به همین دلیلم با اینکه بسیاری از دوستان غرص قاطع به شما از من خواستن، همینه که توی صحنه بعضی هستن که عضو مثلا شورا یا تشکیلات یا حزب جریانشون باشم، با احترام به عقایدی که دارن و با احترام عقاید خودم، اونجایی که باهاشون مختلف النظرم حفظ میکنم، اونجایی که به سود گذر از نظام ولایت فقیه و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران هست، همون چیزی که شما گفتی یه بار برای ما نوشتی و عکس شما اونجا توی رأی آزاد هست، آزادی احزاب و گروه‌ها در ایران، همین یک کلمه یعنی همه چیز. من لذت بردم از نام همین مطلبی که شما فرستادی و همین رو ما خواهان اجراش هستیم. به همین دلیل حتما اینو مطرح میکنیم، صد درصد جوابم خواهیم گرفت و این ایمان رو دارم که در رابطه با من که این دوستان دارن کار میکنن اینقدر شفاف هستن، اگر موردی باشه صد درصد میان هم در رسانه جواب میدن، هم اگر لازم بود که خود شما این دعوت رو کردی من ازشون میخوام که با شما هم رو در رو این دعوت رو انجام بدن، یا شما تو تلویزیون رو برید یا اونا تو تلویزیون شما بیان و این فرهاد پارسی و ببینیم چی هست و چی هست و این پولا قضیش چیه. و خیلی هم عالی، درود به شرف شما که اینطور. البته خیلی ها باور دارن که فرهاد پارسی کسی بود که آقای شایان کاویانی رو به اصطلاح کشون به ترکیه و اینها. اون بحث
مفصلی درباره صحبت میکنیم. خیلی ممنونم، شما مموری خوبی دارید، هنوز یادتون هست اونجایی که من آمدم خلاصه و مختصر نوشتم. من سعی میکنم در هفته‌های آینده بیشتر با شما باشم، چون امروز هم آقای دکتر سهیمی رو داریم از کالیفرنیا و هم آقای جاوید شهافر رو داریم از استرالیا. من فکر کنم 43 دقیقه با شما بودیم، باز به اصطلاح برگشتیم به اون مود و اون حالتی که شما رو بیشتر داشته باشیم، مردم شما رو بشناسن. اونایی که نمیشناسن، وبسایت شما رو نشون دادم، اون خبرگر رو، فیسبوک شما رو نشون دادم. دوستان عزیز، آقای منصور اوسانلو با هر اسپلی که اسم ایشون رو بنویسید قولتون میدم حداقل 100 تا 200 تا ریزورت پیدا بشه. آقای اوسانلو، من از شما ممنونم. شما میدونید ما تو ویرجینیا و واشنگتن هستیم، اگه یه وقتی این ورا اومدید خوشحال میشم در خدمتتون باشم، و حتی اگه اونجا هم خواستید از تلویزیون مردم استفاده کنید، آگهی چیزی داشته باشید، فراخوانی داشته باشید. منظور فراخوان همش این نیست که بیاین بیرون شیشه بشکنید. فراخوان همونی کاری که شما کردید، بیاین اینجا بنویسید بله نه. و خود اونا هم من فکر کنم وحشت برشون میداره وقتی که مثلا اینقدر آدم بیان 80% بگن ما آقا جواب میخوایم از شما، چی میخوان. در رابطه با سفارت ها فردای روز انتخابات اونایی که با همون لباس رفته بودن رأی داده بودن، خیلی هاشون رو با اون لباس دیگه راه نداده بودن توی سفارت. در صورت خوشحال شدم با شما صحبت کردم و از شما یه رین چک میخوام برای مصاحبه بعدی، به احتمال زیاد هفته آینده. اجازه بدین هفته آینده رو از الان نبندیم، ولی من برای شما همینجا پیام حتما میدم. من شفافیت شما رو خیلی دوست دارم. خیلی ممنون. خودم هم چون چیزی در این زندگی ندارم که بخوام دست، من همه چیزی گذاشتم و آمدم در این سن. خیلی ها 20 ساله بودن اومدن، من با زن و بچه و همه چیز در بالای 53-54 سالگی به اینجا آمدم فقط برای اون ایده‌ای که دارم و آرزویی که دارم که برادرم روش رفته، زندگی رفته، خانواده هم روش وایستاده، خودم اینجا وایستادم و براش دارم 24 ساعت شاید 16-17 ساعت کار میکنم و واسه همین محکم حرف میزنم، چون با بدنه بزرگی از زحمتکشان، انسانهای محروم و دلاورانی که وایستادن و ایمان دارم که ما پیروز خواهیم شد و یک نظام دموکراتیک انسانگرا با دیدگاه عدالت جویانه به سود مزد ایران زحمت کشه و فقرای ایران رو میتونیم ما در ایران بسازیم و این به من انرژی میده. و افسوس فرصت کمه، توضیح زیاده، مسئله تو مسئله میشه. من متاسفم نتونستم بیشتر سوالای شما رو دقیق جواب بدم، ولی فکر کنم جهت ها رو تونستم جهت روشن بکنم. بله. من بگم اسماعیل عبدی، دبیر قانونهای صنفی معلمان ایران، یک جوان شایسته، بایسته، فوق لیسانس، بهترین کتابگاز اسلامشهر، بیش از 10,000 کودک فقیرنشین اسلامشهر برای اسماعیل عبدی پتیشن امضا کردن. این پتیشن رو ما دوباره میاریم بالا رو سایت خبرگر، بعد از همین الان با شما برنامه تموم شد که سایت هم شما نشون دادید میگذاریم. یه دلیل میگم، یکی از دلایلی که من زنده از زندانهای جمهوری اسلامی آمدم بیرون همین هم، یکیش رو نه همش، بله، همین امضا جمع کردن ها، به نهادهای حقوق بشری فرستادن ها، به نهادهای کارگری فرستادن ها، به خیابان ها اومدن با عکس اون آدم تظاهرات کردن، کاریست که من الان هر هفته 19 هفته است میرم توی سرمای نیویورک جلوی سازمان ملل با عکس زندانیان سیاسی که میبینید پشت من همیشه زندانیان سیاسی هستن، خیلی بزرگتر اگه دوربین بیارم عقب، میگم موقع من یارانم میخوام در داخل ایران به دیوارها بنویسن نه به انتخابات، خودم هم میرم جلوی هتلی که اومده بودن در همین نیویورک، یک هتل میلیاردی، تو فیسبوک لایو من هست اگر ببینید لذت ببرید. من با همه اون حرف زدم، خیلی دوستانه بی دعوا، عکس زندانی سیاسی دستم بود، عوض میکردیم با دوستانی که با من چندین نفر خوشبختانه اینجا ما داریم زیاد پیگیری دارم میکنم و بهشون بودم شما که رفتی رأی دادید ای کاش زیر رأیتون می نوشتی زندانیان سیاسی رو بی آزاد کنید، آتنای فرغدانی داره می میره، آتنای دائمی داره از اعتصاب قضا می میره، آرش صادقی داره از اعتصاب قضا می میره، حال اسماعیل عبدی به هم خورده 28 روز تو اعتصاب قضا، کاش اینها رو هم زیر این رأیتون می نوشید. باور کنید همشون خجالت زده، شرمنده، جلو چشاشون هم میگرفتن، جلو ساشه که دوربین ما که من رو بازندان یا فیلم میگرفت دوستان دیگه اینا رو نشون ندن، یعنی حتی اینایی که به حکومت میرن رو خجالت میکشن، شرمنده میشن، فیلمشو دارم.
یه روی فیسبوک من بزنید فیسبوک لایو جلوی هتل رایگیرا، خودمونم بیارم دوباره بالا که شما زود فکر کنید. من این چیزو زیر عوامل حکومت باور کنید شرمنده میشن فرار میکنن. و این تصویرها رو ببینید اونجا 5-6 نشون رو کنار ما عکس ها رو گرفتن، گفتن آقا ما شرمنده ایم، ما اشتباه کردیم. بعد من باشو بحث کردم آقای استانلو این برنامه روی دو تا فیسبوک، یکی فیسبوک شخصی خود من، یکی مردم تیوی هم هست، باقی میمونه. شما لطف کنید زیر اونها در قسمت کامنت هم لینک آقای اسماعیل عبدی رو بذارید، هم اون ویدیوها رو، و به این صورت اینا رو به قول معروف بچرخونید تا شیر کنن دوستان و بیشتر و بیشتر باشه. من مجبورم از شما خداحافظی کنم. من از شما ممنونم که اینقدر واقعا عملگرا هستید و چیزای عملی و پشتیبانی میکنید. بله من میخوام بگم اگه ما حتی کم هم باشیم ولی عمل بکنیم، حتی اختلاف سلیقه هم با بعضی چیزا داشته باشیم، چون چیزایی که میتونیم با هم همکاری کنیم همکاری کنیم، به مرور زمان همین یه قدرت اجتماعی از پایین ایجاد میکنه که هم از بیرون هم از داخل برآیندها رو حتی بدون یک انقلاب خونین میتونه تغییر بده. راهکار ما اینه، ایجاد تشکیلات دموکراتیزاسیون های اجتماعی در کف جامعه مثل کوبانی، مثل سوریه که آمریکا مجبور شد بره به یه پیگون که بگه اصله به اونا بده، نه به این همه کردهای دیگه، چون دید اینا سازمانده هست، زن و مرد ها 50% 50% برفروغ هست و الان اونا گرم و داغون کردن داعش و ترکیه هم بیرون کردن از شمال سوریه، رقه الان در محاصره کامل اوناست و دارن آماده میشن که رقه هم بزنن داعش رو پس بگیرن. یعنی حتی آمریکا که با اونها مخالف بودی، تنها نیرویی که اونجا مردمیه مسلحه میجنگه آمادگی داره سازمان یافته تا تو روستاها تا تو شهرها تا تو مزرعه ها جووناش دختر و پسر آماده مبارزه رفت و به اونها اعتماد کرد، برای همین داعشی که خودشو درست کردن به دست اینا از این ببرن. به همین دلیل پروژه ما پروژه مدیریت مشارکتی از کف جامعه با ایجاد نهادهای مدنی، نهادهای صنفی و همون ریشه های احزابی که اگر سندیکاهای قوی، اتحادیهای قوی، جامعه مدنی قوی داشته باشیم که پاسخگو بکنن حکومت رو، و رو شونه های اینا اون احزاب مدرن و مترقی مثلا حزب طبقه کارگر، حزب متوسط دارن میتونن در وقت رقابت های مثل آمریکا و اروپا تا یه حدی بکنن. ما باید جامعه رو سازمان یافته بکنیم، اول نتیجه میگیریم. بدروزه پس میشه گفت سازمان سازمان سازمان. ممنونم از شما، با امید دیدارتون. هیچ راهی نداره. مرسی که با ما بودید. ممنونم. بدرود. به امید دیدار. مرسی. دوستان عزیز با آقای منصور استانلو بودیم. اسم ایشون رو در گوگل یا در یوتیوب تایپ کنید و میبینید. اجازه بدید من این صفحه ها رو درست کنم. بله اینجا هستیم با شما. امروز ساعت 3 بعد از ظهر یعنی 9 دقیقه دیگه میبرم شما رو به کالیفرنیا ببینم آقای دکتر سهیمی اینجا هستن روی اسکایپ یا با تلفن باید با ایشون صحبت کنیم. آقای محمد سهیمی ایشون گفت با تلفن، بعد من گفتم اگه امکان داشته باشه با اسکایپ، گفتن حالا تلاش میکنم. خب بالاخره میدونید اونجا 12 ظهر ممکنه ایشون سر کار باشه، حالا یا در آفیسشون یا هر جایی که هستن مشکلی مقداری. آقای منصور این برنامه‌ای که داره آقای حمید حمیدزاده، دوستان آقای استانلو ازش میخوام که بیاد پاسخ شما رو روی فیسبوک بده و این ویدیوهای فیسبوک رو من قبلا ور میداشتم همچنین که ویدیو خودمون حاضر میشد، ولی گفتم نه دیگه، اونایی که احیانا روی فیسبوک راحت ترن اونا اونجا بمونه. سوالاتتون رو روی فیسبوک بنویسید، لطف کنید واضح بنویسید. از آقای استانلو سوال دارید، از مهمون بعدی سوال دارید. امروز ساعت 4 بعد از ظهر من میرم، یعنیش با شما میریم استرالیا، میریم یعنی برنامه فوق‌العاده به خاطر اینکه ساعت 4 بعد از ظهر اینجا میشه 6 صبح استرالیا. و خیلی هم ممنون که آقای جاوید شهافر قبول کرده این موقع صبح حاضر بشه با من و شما صحبت کنه. در اصل ما تا اونجایی که میتونیم تلاش خودمون رو انجام میدیم و بارها هم گفتیم، البته یه مقداری مثل که به ضرر من شده، هی میگم این تلویزیون نقلی، بعد دوستان دست کم میگیرن. یه نفر گفت که یه رادیویی بهش زنگ زده
گفته که این صفحه های فیسبوک ما رو درست کن و اینا، صفحه های وبسایت و اینها. گفت بهش گفتم که شما 4 تا شنونده یا بیننده بیشتر نداریم و این خیلی عصبانی شده. بهش گفتم آقا شماره ها که دروغ نمیگه. حالا دوستان شما خودتون برید نگاه کنید این تلویزیونایی که ادعا میکنن 40 میلیون بیننده دارن، یا این تلویزیونی که به آقای حسانلو میگه تمام نمیدونم دهاتیا و اینها هم یه دیش زدن ما رو میبینن، اینجوری نیست. اینا رو فریب میدن، حالا یا برای اینکه مجبورشون کنن دوباره در برنامه شرکت کنن، یا اگه پولی پرداخت میکنن پول پرداخت کنن. بهتون گفتم این آقای دکتر ملازاده با تلویزیون آپادانا، با تلویزیون رنگارنگ اینا همه کار میکرد، بعد میگم من ماهی 22,500 دلار میدم، چون اینا بهش گفته بودن 40 میلیون بیننده دارن. بهش گفتم آقا شما اسم خودتو گذاشتی دکتر و میخوای راجع به دین و خدا و پیغمبر صحبت کنی، شما عقل نداری؟ 40 میلیون بیننده. اینجا برنامه خانم جادجودی که 20 چند ساله دارن، سالی 40 میلیون دلار بهش پول میدن، افتخارش اینه که 10 میلیون بیننده داره. کجا آمریکایی که 320 میلیون جمعیت داره، آمریکایی که دنیا تلویزیون اینا رو نگاه میکنه؟ اون وقت شما دیگه نمیدونم والا. خب یکی از من خواسته بود که براش این ماجرایی که چند هفته پیش بعد از این که یک شخص نادانی از کالیفرنیا زنگ زده بود و پیام گذاشته بود و که بله آقای سوربی فهمیدم مزدوری، و من گفتم آخه احمق، مزدور میاد بشینه تو تلویزیون جلوی تو که همه بشناسنش، مأمور میاد بشین، بعدم ما چی گزارش میدیم؟ گزارش میدیم که شما 13 به در رفتی به جای 1 چلو کباب 2 چلو کباب خریدی؟ چی گزارش میدیم ما که اونا ارزش داشته باشه؟ احمق، مزدور اون دوستیه که بغل دستت میشینه، اون دوستیه که میاد سر کار از تمام بالا و پایین تو خبر داره و به موقعش هر وقت اونا بخوان این بهشون خبرها رو میتونه منتقل کنه. بذارید ببینم اینجا ها، با اینترنت اکسپلورر من میتونم اون تلفن آقای سهیمی رو بگیرم، چون این گوگل وایس هم خراب کرد خودش رو، آمد و همه چیز رو تغییر داد، بعد اونا ولش کردن وسط زمین و آسمون. به نظر من گوگل وایس باید خودش یه سیستم جدیدی داشته باشه که شما حالا اسمش شده اپلیکیشن، پروگرامش رو بذاری روی کامپیوترت روی دستگاه و خودش به خودی خود بتونه استقلال خودش رو داشته باشه. باز برمیگردیم سر چی؟ استقلال. اجازه بدیم من میگه اینجا باید دوباره ساینین کنی، ای به چشم، بعد میگه که نکست، میگیم که بله، این هم حالا لابد میخواد برامون برامون چی میفرسته، شماره رو ببینیم چقدره. 42 بله 42 اینجا نوشتیم. ببینید از هفت خان رستم باید رد بشی تا بری تو حساب خودت، ولی چقدر آسون اونایی که میخوان بیان شما رو هک کنن میان هک میکنن شب روز. آقای رضا پیرامون یا رامین پیرامون برای من نوشته بود که آقای سوربی تمام حسابای منو هک کردن. البته این دوستان ببخشید اینو میگم، بابا جون سالی 60 دلار خرج کن یه دونه آنتی ویروس درست حسابی، آنتی ویروس درست حسابی بذار رو کامپیوترت، یا یه حساب بیزینس بگیر مثل مانو ما که اینترنتمون کمرشال هست. وقتی اینترنتت کمرشال هست اونا برای خودشون بیشتر یه سکیوریتی به شما میدن که حداقل یه درجه از آدمای معمولی و اینها بهتر و بالاتر و نمیدونم هرچی بگی. بذارید من ببینم این تلفن حالا با این کار میکنه یا ما امروز مشکل داریم. میک کال، خب تلفن ایشون هم هست 818 950، دیگه نصفش نگیم شاید نخوان شماها داشته باشید، و بزنیم اینجا. اوکی یکم هم زودتر میریم، 3 دقیقه زودتر میریم سراغ آقای دکتر محمد سهیمی، و ایشون توی تلویزیون های مختلف برنامه داشتن. امروز ازشون میپرسم هنوز هم دارن اون برنامه رو یا نه، و من خودم
آقای اوسانلو هم گفت میدونید اینجا باید واقعا روز 16 تا 18 ساعت کار کنی تا عمراتت بگذره. بعضی وقتا واقعا وقت نمی کنم تلویزیون ها رو ببینم و بیشتر تماشا کردن تلویزیون ما اینه که دوستان یه گوشه ای رو میفرستن میگن آقا اینو دیدی، ما هم نگاه میکنیم. بذارید ببینیم آقای سلام. آقای دکتر سعیمی سوری هستم از تلویزیون مردم با بینندگان و شنوندگان. حال شما؟ خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. اسکایپ آقای سوری نمیشه. آها باشه، اب نداره، اب نداره. من با همین تلفن به دوستان هم گفتم که آقای سهیمی لطف کردن و دعوت ما رو پذیرفتن. ما بعد از 4 سال مثل که هر بار انتخابات میشه ما باید بیام شما رو انتخاب کنیم. دوستان عزیز، آقای دکتر سهیمی احتیاج به معرفی من ندارن، در تلویزیون های مختلف برنامه داشتن. هنوزم برنامه دارید در تلویزیون ها؟ نه خیلی دیگه خب. ندارم. لازم هم نیست، چون این فیسبوک و اینها کار تلویزیون ها رو انجام میده، ولی شما توی فیسبوک خیلی هم طرفدار دارید هم دشمن دارید و آدم جالبی هستید، چون میگن اینایی رو که طرف بی تفاوت نیست در مقابلش، میدونید دوران مصدق هم مثلا مصدق اینجوری بوده، دکتر مصدق یا طرف دوستش داشته جونش هم فدا میکرده یا ازش متنفر بوده و حتی مادرش بهش میگه که باید خوشحال باشی که اینجوری، در اصل شما خوشحال باش اگر توی فیسبوک بهتون حمله میشه و اینها. دلیلی که من این بار از شما دعوت کردم و ممنون هستم که پذیرفتید، این نوشته های شما بعد از انتخابات بود. قبل از انتخابات که خیلی ها هم با شما هم عقیده بودن، خیلی ها هم مخالفات میکردن بماند. بعد از انتخابات شما نوشتید که بازنده اصلی خودتون، حالا بفرمایید برای دوستان توضیح بدید که بازنده اصلی انتخابات ایران کی بوده و چرا. دوستان اگه با آقای سهیمی هم عقیده هستید با یه تشکر خشک و خالی ساده بگید بله خیلی ممنون که میان اینجوری برای ما اوضاع رو باز میکنید. اگر مخالف هستید قرار نیست دشمن باشید، مخالف هستید بیاین با منطق براشون بنویسید رو هم فیسبوک ما، رو فیسبوک خودشون، و توضیح بدید که چرا مخالفی. شاید فردا آقای سهیمی بیاد با شما موافق بشه. آقای سهیمی من میکروفون رو در اختیار شما میذارم، توی این صحبتمون فیسبوک شما رو نشون میدم. بفرمایید. خیلی متشکرم آقای سوری. اول اجازه بدید که خدمت شما عرض کنم که من همیشه گفتم که شرکت در بحث سیاسی، شرکت در فرایند سیاسی، شرکت در مسابقه محبوبیت نیست که بنده دنبال گفتن چیزی باشم که همه یا اکثریت بزرگ مردم خوششون بیاد. من در فیسبوک یا در مصاحبه یا در مقاله قصدم بیان کردن عقاید خودمه و اطلاعاتی رو که دارم میخوام در اختیار خواننده یا شنونده بذارم. حالا یه عده موافقت میکنن، یه عده موافقت نمیکنن. متاسفانه در جامعه ایرانی اونهایی که با یه فعال سیاسی موافقت نمی کنن، اولین کاری که بهش می کنن اینه که نه تنها بهش فحاشی می کنن بلکه انواع و اقسام اتهامات بی اساس هم بهش می زنن. مثلا فرض کنید در همین صفحه فیسبوک اگه کسی با من مخالف باشه، اولین اتهامی که می زنن اینه تو طرفدار جمهوری اسلامی هستی. یکی نیست بگه که آقا جمهوری اسلامی یا نظام ولایت فقیه برای امثال بنده چه چیزی داشته که من بخوام طرفدارش بشم. اگه علاقه شخصی باشه، خانواده بنده توسط جمهوری اسلامی صدمه بسیار زیادی دیدن. من برادرم رو جمهوری اسلامی اعدام کرده، پسرموی پزشک من رو پسر جمهوری اسلامی اعدام کرده، شوهر یکی از خواهرام رو جمهوری اسلامی 5 سال به زندان انداخت، اقوام شوهرخواهر دیگه من رو اعدام کرد، پدر من رو دستور دادن خانه نشین باشه، گفتن اگر بیای بازار میگیریمت میدازیمت زندان، چون پدر من بعد از اعدام برادرم در بازار تهران کار میکرد، دائما از آقای خمینی انتقاد میکرد. مادر منم به خاطر اعدام برادرم دغمغ شد. بنابراین این جمهوری اسلامی برای امثال بنده چه چیزی داشته؟ در این حال بنده در آمریکا به همراه همسر و فرزندانم یه زندگی بسیار راحتی داریم و میتونیم مثلا وارد این بحثا نشیم، بی سر صدا زندگیمون رو بکنیم. منتها من در این بحث شرکت میکنم به دو دلیل. اولا اونهایی که به اصطلاح علوم سیاسی خوندن در بین ما و باید متخصصین ما باشن کار خودشون رو انجام نمیدن.
شما به این تلویزیون‌های لس‌آنجلس که نگاه می‌کنید با کسایی که مصاحبه می‌کنن که همه‌شون ادعا دارن که حقوق سیاسی خوندن، علوم سیاسی خوندن، نه دانش آنچنانی دارن و نه اطلاعات درست در اختیار مردم قرار میدن. ثانیاً دل بنده برای مملکتم می‌سوزه. ایران یک کشور بزرگ و با عظمته. ایران یک کشور 80 میلیونی با 90% باسوادی، دارای منابع عالی در منطقه استراتژیک و مسائل دیگه، و دلم می‌سوزه که مملکت در تحت چنین شرایطی قرار داره. بنابراین بنده به این کسانی که شما میگید دشمنان من در صفحه فیسبوک هستن هیچ گونه اعتنایی من ندارم. خوشبختانه ما به قول معروف پوستمون خیلی کلفته. بنده 20 ساله دارم از این فحاشی ها میشنوم. کوچکترین تغییری هم نه در اصول فکری من داده که من بخوام یه چیزی دیگه که یه دو خوششون بیاد و نه در راهی که من انتخاب کردم کوچکترین تزلزلی به وجود اومده. حالا برگردیم به بحث اصلی که شما مطرح کردید که من در صفحه فیسبوک خودم مطرح کردم. در اون پستی که من در صفحه فیسبوک گذاشته بودم گفته بودم که بازندگان این انتخاب رو میشه به دو گروه تقسیم کرد، یکی بازندگان داخلی یعنی در داخل کشور، یکی هم بازندگان خارجی یعنی اونایی که خارج از ایران زندگی میکنن. بازندگان داخلی در مملکت مهمتر از همه آنچه که من بهش دولت پنهان میگویم، یا در زبان انگلیسی ما معمولا بهش میگیم دیپ استیت، دولت پنهان است. این شادو گاورمنت نمیگن اینجا، شادو گاورمنت یه چیزی هم میگن اسکی. شادو گاورمنت رو معمولا در موقعی به کار میبرن، مثلا فرض کنید در انگلیس موقعی که مثلا فرض کنید یک حزب در اپوزیسیون هست و کابینه آماده داره که اگر به قدرت رسید اون چیز کنه. دیپ استیت رو معمولا وقتی به کار میبرن که پنهانه، یعنی به اصطلاح دیپ پایینه، خیلی معمولا کسی اینا رو نمیبینه، فقط اثرش رو میبینه. در ایران هم ما یه دولت پنهان داریم یا دیپ استیت داریم. این دولت پنهان شبکه‌ای است از ماموران و افسران و عاملان اطلاعاتی، امنیتی و نظامی و روحانیون تندرو و مرتجعی که از اینا حمایت میکنن و باندهای اقتصادی، مافیاهای اقتصادی که با حمایت از اینها تشکیل شدن و در مواقع لزوم از اینها به اصطلاح حمایت اقتصادی میکنن، به عنوان مثال در همین انتخابات. اثر این دولت پنهان رو ما در گذشته هم دیدیم. دولت پنهان بود که آقای احمدی نژاد رو در 1384 به قدرت رسوند. وقتی که آقای احمدی نژاد با تقلب سپاه و بسیج و به کمک مجتبی خامنه‌ای، فرزند آقای خامنه‌ای، به قدرت رسید، که در همون زمان هم آقای کروبی و مرحوم هاشمی رفسنجانی بهش اعتراض کردند، بعد از انتخاب ایشون یه در سرداران سپاه رفتن به دیدار آقای احمدی نژاد و در اون دیدار سرتیپ محمد باقر ذوالقدر که یکی از تندروترین افسران سپاه است، همیلان در قوه قضاییه است، صحبتی کرد که خیلی به نظر من گویا بود. ایشون گفتش که احمدی نژاد فرزند سپاه و سپاه با یک برنامه پیچیده چند لایه دو ساله ایشون رو به ریاست جمهوری رسوند. این یک نمونه از همون به اصطلاح روندی است که دولت پنهان کار میکنه. یا به عنوان مثال شما قتل‌های زنجیره‌ای رو در نظر بگیرید. خیلی‌ها فکر می‌کنن که قتل‌های زنجیره‌ای فقط در پاییز 1377 بود، موقعی که آقای خاتمی تازه یک سال بود به ریاست جمهوری رسید. درسته که قتل‌های زنجیره‌ای از 1367 آغاز شده بود و اولین قربانیش هم شاید زنده یاد دکتر کاظم سامی وزیر بهداشت دولت مهندس مهدی بازرگان بود. از اون به بعد تا پاییز 1377 تعداد زیادی اینها به طور پنهان یا آشکار کشته شدن و کسی هم نمیدونست اینها رو کی میکشه، که بعدها آشکار شد. که خود بنده یه مقاله بسیار مفصل انگلیسی راجع به این نوشتم و منتشر کردم و لیست تمام کسایی که من فکر میکنم قربانیان قتل‌های زنجیری هستن به جز اون 4 نفر یا 5 6 نفری که در پاییز 1377 بود همه رو نوشتم و شرح دادم که اینا کیا بودن. خیلی خوب، این دولت پنهان در این انتخابات از آقای ابراهیم رئیسی به شدت حمایت میکرد. خود آقای روحانی در چندین سخنرانیش گفتش که اینها از منابع سپاه استفاده میکنن، مردم میبنن پادگان ها به اینا غذا میدن، نهار میدن و بعد پسته به سبه گردمایی های سخنرانی های آقای رئیسی اینا رو برمیدنن اونجا که جمعیت زیاد بشه. بعدم منابع عظیم مالی که خرج این انتخابات شد برای آقای رئیسی اینا از کجا آمد؟ آقای رئیسی ادعا می
کنید که از آستان قدس رضوی استفاده نکرده. خیلی خوب، اگه فرض کنید درست میگه، پس این منابع مالی از کجا اومد؟ ادعا میکنه که خودش هم پول نداره، پس اینا از کجا اومد؟ خب واضحه که اینها از همون بنگاه ها و شرکت ها و مافیاهای اقتصادی هست که در پشت پرده در زمان دولت آقای احمدی نژاد پروژه‌های بسیار بزرگی گرفتن و حالا چون می‌خواستن یکی مثل احمدی نژاد که با همون پوپولیسم احمدی نژاد با همون سیاست‌های اقتصادی احمدی نژاد دوباره می‌خواست سر کار بیاد، خب واضح بود که اینا می‌خواستن کمک کنن. بعد خب چهره به اصطلاح جلوی صحنه این دولت پنهان سرداران سپاه هستن که اونها هم بازنده شدن. بسیاری از اینها سخنرانی کردن، بسیاری از اینها به اصلاح طلب‌ها به دولت آقای روحانی و بقیه حمله کردن. بسیج هم که توسط اینا کنترل میشه در اینجا به اصطلاح فعالیتی بسیار زیاد داشت، اینها هم شکست خوردن. آقای احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و نماینده آیت الله خمینی در خراسان رضوی که پدر همسر آقای رئیسی بودن، ایشون هم به شدت تبلیغ کردن، ایشون هم شکست خوردن. ولی ایشون تنها روحانی مرتجعی نبود که شکست خورد، بسیاری از روحانیون مرتجع قوم آقای محمد یزدی، محمد تقی مصباح یزدی و بقیه، اینها هم اعلام حمایت کرده بودن، اینها هم شکست خوردن. شخص آقای خامنه ای هم به نظر من شکست بزرگی خورد. خیلی ها گفتن که شکست رئیسی شکست آقای خامنه ایه و همینطور هم آقای خامنه ای در این چند هفته انتخابات عملا به صورت حامی آقای رئیسی وارد شده بود و در تمام سخنرانی‌هاش به شدت به آقای روحانی حمله می‌کرد. اون صحبتی که راجع به اصطلاح برنامه یونسکو سال 2030 بود که خود آقای خامنه ای اول مطرح کرد، اینا همه طرحی بود برای شکست آقای روحانی. بنابراین وقتی که آقای روحانی پیروز شد، اون وقت واضحه که تمام اینهایی که از ایشون حمایت کرده بودن شکست خوردن. البته سازمان ها و ارگان های دیگه هم بودن. معذرت میخوام آقای سوربی، من صدام انعکاس داره تو تلفن، اگر ممکنه این صدا رو الان بهتر. بله. قوه قضاییه به عنوان مثال آقای غلام حسین محسنی اجهی معاون قوه قضاییه و دادستان کل کشور بارها آمد و آقای روحانی و دولتش رو تهدید به محاکمه کرد. خب ایشون هم شکست، یعنی اینها همه بازنده های داخلی بودن. اولا در داخل یه سری هموطنهای ما بودن که چپگرا هستن، چپای سکولار به اصطلاح، اونها میگفتن که انتخابات باید بایکوت بشه و البته دلایل اونا با دلایل این جناهایی که گفتم با عقاید اینها که گفتم به کلی فرق کن. ولی خب اونها هم بایکوت کردن و اونها هم خب شکست خوردن. در زمینه خارج از کشور خب بازم ما تعداد زیادی از هموطنان داشتیم که اونا هم شکست خوردن. اولین گروهی که هموطنان ما در خارج از کشور شکست خوردن، آقای سوربی من غلط میخوام، صدای من بدجوری انعکاس داره، اجازه بدید من این اسکایپ رو خاموش کنم، شاید اینجوری بهتر بشه. بفرمایید ببینیم حالا امیدوارم بهتر شده باشه. بله ببینید در خارج بهتر نشد آقای پولی، معذرت بخوام ولی بهتر نشد. خب میخواین گوشی رو ببرید یه جایی از گوشتون دور باشه، فقط با دهنی صحبت کنید که اون صدا اذیتتون نکنه. بله چشم. چشمتون روشن. یه لحظه گوش خدمت. خواهش میکنم. دوستان عذر میخوام، گاهی وقتا این بهتون گفتم حتی برای آقای منصور و سانلو این برنامه پیش میاد که این برنامه ها میگم میخوان از همدیگه به اصطلاح هر چی هست بگیرن، اون میخواد میکروفون ما رو بگیره، اون میخواد اسپیکر رو بگیره و اینجا بهش میگن تیک اوور، دست اندازی میکنن، چی میگن دست درازی میکنن به چیزایی که تو کامپیوتر هست. این ممکنه اینجوری باشه. ضمناً اگه دوستان وقتی صحبت میکنن چون این همینجوری دم گوششون هست، خب مشکله، باید با تلفن‌های اسپیکر یا بذارن رو اسپیکر اصلا اگه بشه اونجا. آقای صبحی من آماده هم. بله بله بفرمایید. داشتم میگفتم اگه بشه شما با اسپیکر بذارید رو اسپیکر صحبت کنید. همین خب کارو میکنم. بسیار عالی. چون ما نمیخوایم خدای نکرده به گوش شما صدمه و آزاری برسه. ضمناً من این قسمت رو دوست دارم. در خارج از ایران و شما شروع کردید با فرقه مجاهدین. بفرمایید. ببینید
در خارج از ایران خب گروهایی که به طور واضح از قدیم شکست خوردن که واضح، یکی از اونها فرقه مجاهدینه که خب واضحه که اینها در حال حاضر به دنبال حمله غرب و عربستان و اسرائیل به ایران هستن، با عربستان دارن همکاری میکنن و هم افتایل گیر. خب تکیب فرقه مجاهدین روشنه، اینها به نظر من 30 سال است که به مملکت دارن خیانت میکنن و انتظاری که اینها دست از خیانت بردارن انتظار خیلی زیاد و غیر ممکنی. گروه دیگه‌ای که شکست خوردن سلطنت طلب‌ها و طرفداران آقای رضا پهلوی بودن. آقای رضا پهلوی هم از زمان فوت پدرشون محمد رضا شاه تا به حال در 1980 انواع و اقسام مواضع رو گرفتن، هر روز یه چیزی میگن که نشونه از تشتت فکری ایشون و نشونه از نداشتن مواضع واقعی ایشون. ایشون یه روز بعد از فوت پدرشون اعلام میکنن که وارث تاج و تختن، یه روز اعلام میکنن که فقط یک شهروند عادی هن، یه روز اعلام میکنن که حکومت آینده ایران اگر جمهوری اسلامی از میان بره دست مردم خواهد بود، یه روز از رادیو اسرائیل میخوان که به آوردن دموکراسی در ایران کمک کنن، یه روز اعلام میکنن که در ایران باید انقلاب بشه و در این راه از هر کشوری که کمک داده بشه از جمله عربستان و اسرائیل که ایشون اسم بردن نامی برن. حالا هم به دنبال این هستن که در رویای خودشون دنبال پادشاهی مشروطه سلطنتی و پارلمانی هستن، که البته کسی نیست به ایشون بگه اگر ما در انگلیس و کشورهای اروپای غربی از بعضی از این کشورها مشروطه پارلمانی داریم، دلیلش اینه که این کشورها صدها سال طول کشید تا به این نظام سلطنتی پارلمانی رسیدن و در اون سلطنت فقط سمبول مملکت و همه کار پارلمانان خودسازیه. ما در این در ایران چنین سابقه ای نداشتیم. آقای دکتر صمیمی باید به ایشون بگید که در اون کشورها سرهای پادشاه ها با گیوتین و اینها بریده شد، آیا شما حاضر هستید سرتون رو در این راه بدید؟ اون وقت ببینیم کی مرد میدونه. شما خیلی جالب گفتید. دوستان دقت کنید، من یکی از چیزایی که دوست دارم با افرادی که بیشتر از من میدونن صحبت کنم همینه که یه چیزایی رو که ما به قول معروف پشت گوش میندازیم و دقت نمی کنیم، اینها روی میز میارن و زیر ذره‌بین نگاه میکنن. ببینید آقای صمیمی میگه برای کسی که بچه شاه بوده، درس خونده، معلم مخصوص گذاشتن که این بعداً پادشاهی رو چیز کنه، روز اول آمد گفت که من شاهم، بعد گفت که حالا اگر کسی جمهوری هم بخواد من جمهوری هم. خود من با آقای رضا پهلوی مصاحبه کردم، مصاحبه که نه، سوال کردم توی نشنال پرس کلاب که آب دهنش خوش شد و آب خورد و اینها، ازش پرسیدم آقا شما 20 سال پیشم من ازت پرسیدم پادشاه هستی یا نیستی؟ نمیشه یکی قسم بخوره، شما یه قسم میخوری برای ازدواج 50 سال با خانمت میمونی، یه قسم میخوری سالها میمونی، نمیشه که یه قسم بخوری بعدم قسمه رو پس نگیری. و خیلی ممنونم که امروز آقای صمیمی این مورد رو گفت. و آقای صمیمی من توی برنامه بعدم برای شما اینو میفرستم، مثلا یه آقای به نام نیک جعفرزاده که اینها میشه گفت فدوی ها و شعبون میماخ های فره پهلوی و حکومت پهلوی و نه پادشاهی شاه اللهی هستن، جشن مردم خب مثلا جشن و رقص و شادی جوانها رو توی ایران نوشته، اینها آمدن بیرون برای نابودی آخوندها و وایسید بیرون. خب آخه دوستان وقتی کسی اینقدر دروغ میگه و حقیقت رو زیر پا میذاره، خب چه انتظاری دارید؟ من ساکت میشم، فقط نتونستم خودم رو کنترل کنم و وقتی شما اینو گفتید نگم که بله آقای رضا پهلوی حتی بعد از 50 و چند سال که از سنش میگذره هنوز تکلیف خودش رو با خودش معین نکرده، و کسی که تکلیف خودش رو با خودش معین نکرده چگونه میتونه تکلیف شما رو معین کنه؟ چگونه میتونه تکلیف کشور رو معین کنه؟ ببخشید آقای صمیمی بفرمایید. خواهش میکنم. داشتم عرض میکردم که خب سلطنت طلبان که رهبرشون به خصوص اونهایی که شما بهشون گفتی شاه اللهی، خب که خود بنده هم میگم این رو سالهاست به کار میبرم، اونها هم در این مورد شکست خوردن. گروه دیگه ای از ایرانیان که شکست خوردن اینا تحریمیان حرفه‌ای هستن. اینها به همه انتخابات نمیگن. دلیلی هم که نمیگن اینه که رأی دادن در یک نظام سیاسی به اون نظام سیاسی مشروعیت میده، که این به نظر من چنین ادعایی نشون میده که
کسانی که این ادعا رو دارن نه معنی دموکراسی رو میفهمن نه معنی مشروعیت رو میفهمن. مشروعیت یک نظام سیاسی به تعداد رأی دهندگانش نیست، مشروعیت یک نظام سیاسی به دموکراتیک بودنشه و به احترام عملیش برای حقوق شهرونداش بدون توجه به جنسیت و قومیت و مذهب و مسائل دیگه از این قبیل. یعنی عرضی که من دارم اینه، اگر در همین انتخاباتی که روز جمعه برگزار شد 100% مردم هم رأی میدادن، باز هم نظام جمهوری اسلامی نه دموکراتیک بود و نه از لحاظ مردمی مشروعیت داشت. بدانید که اصولا مشروعیت یک نظام سیاسی هم که افتادم از این طریق اندازه گیری نمیشه. در انتخابات میان دوره کنگره آمریکا که به عنوان مثال سال 2018 سال دیگه برگزار میشه، به طور متوسط 35% مردم رأی میدن. پس ما باید بگیم که این نظام سیاسی در آمریکا مشروعیت نداره. نه خیلی اینطور نیست. در یک نظام دموکراتیک اصولا تعداد رأی دهندگان مهم نیست. در یک نظام غیر دموکراتیک هم تعداد رأی دهندگان مهم نیست، به دلیل اینکه دموکراتیک بودن یک نظام به برگزاری انتخابات نیست. انتخابات که صدام حسین برگزار میکرد یا حافظ اسد در سوریه برگزار میکرد، در انتخابات 99% مردم رأی میدادن، هر 99% هم یا به حافظ اسد رأی میدادن یا به صدام حسین. ولی شاید ادعا نمیکرد که این انتخابات معنیدار دموکراتیک یا حتی رقابتیه. انتخابات در ایران هیچ موقع دموکراتیک نبوده و هیچ موقع هم منصفانه نبوده. دموکراتیک نبودنش که واضحه، نظارت استثبابی هست، خانوما برای ریاست جمهوری به عنوان مثال نمیتونن نامزد بشن و انواع و اقسام مشکلاتی که شورای نگهبان و دستگاهی که تحت کنترل ولی فقیه هستن بر سر راه مردم ایجاد میکنن. مطبوعات آزاد هم نیست که بشه از اینا انتقاد کرد. ولی انتخابات در ایران به جز چند استثنا به نظر من همیشه انتخابات رقابتی کامل بوده. یعنی این انتخابات اولا قابل پیش بینی نیستن، ثانیا وقتی که انتخابات هم شد نتایج قابل ملموسی دارن. یعنی به عنوان مثال وقتی که آقای خاتمی در 1376 انتخاب شد یه سری نتایج داشت. به عنوان مثال 2-3 سال اول مطبوعات یه مقدار آزاد شدن، افشاگری‌های زیادی انجام شد، جامعه مدنی یه مقدار قوت گرفت و ما جنبش دانشجویی 1378 رو داریم که از درون اون جنبش اصلاحات اومد بیرون. بعد وقتی که آقای احمدی نژاد اومد سر کار، خب باز نتایج اون هم دیدیم. یعنی نتیجه انتخاب شدن آقای احمدی نژاد رو دیدیم، فساد عمیق نزی، سرکوب جنبش سبز در 1388، بعد تحقیرهای نظامی بر علیه مملکت، رفتن پرونده هسته ایران به شورای امنیت سازمان ملل، صدور 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران به خصوص در چارچوب فصل 7 منشور سازمان ملل که فصلی است که در مورد به اصطلاح خطر و تهدید برای صلح و امنیت جهانیه که معنیش اینه که اون قطعنامه‌ها رو تمام اعضای شورای تمام اعضای سازمان ملل ملزم به اجراش هستن و به جز ایران که 2 سال پیش به دلیل توافق هسته‌ای از این قطعنامه‌ها اومد بیرون و از فصل 7 اومد بیرون، تا بار هر کشوری که در موردش قطعنامه فصل 7 صادر شده به جز جنگ و به جز حمله نظامی به اون از اون حالت بیرون نیامده. بر علیه لیبی صادر شد، بر علیه عراق صادر شد، بر علیه افغانستان صادر شد، بر علیه سومالی و سودان صادر شد، همه اینها در چارچوب همون فصل 7 بودن. خب اینها نتایج انتخاب آقای احمدی‌نژاد بودن. بنابراین این که ما بگیم که قدرت در دست ولی فقیه به مقدار زیاد و رئیس جمهوری هیچ کاری نکرده از من درست نیست. درسته قدرت زیادی در دست ولی فقیه است، ایشون هم دیکتاتورن، ایشون هم یک نگاه خیلی محافظه‌کار و تا حد زیادی مرتجع به مسائل دارن، ایشون مخالف مطبوعات آزادن، ایشون مخالف رأی آزاد مردم هستن، ولی از این فرصت ها باید استفاده کرد و به نظر بنده از زمان انتخاب آقای خاتمی تا به حال جامعه مدنی ایران پیشرفت بسیار زیادی کرده. آقای مصطفی تاج‌زاده که از رهبران اصلی اصلاح طلب ها هستن و بعد از جنبش سبز 7 سال زندان بودن، اخیراً در این مصاحبه گفتن که آقای خامنه‌ای در یک بحث خصوصی با فران مملکت یا با طرفداراش گفته بودن که وقتی که جنبش دانشجویی 1378 راه افتاد ما تونستیم قضیه رو بعد از چند روز جمعش کنیم، وقتی که جنبش سبز در 1388 راه افتاد ماها طول کشید، 10 ماه طول کشید تا اینا به خیال خودشون جنبش سبز رو از خیابون‌ها جمع کنن. و بعد
بعد آقای خامنه‌ای گفته بود که اگر اتفاق دیگه‌ای نظیر این بیفته معلوم نیست که ما بتونیم جریان رو جمع کنیم. به همین دلیلی که با وجودی که در این انتخابات، در این انتخابات جمعه گذشته تمامی ارگان‌های تحت کنترل آقای خامنه‌ای از سپاه و بسیج و قوه قضاییه و آستان قدس رضوی و اینا گرفته تا اون دولت پنهان که ترکیب از اینها تجهیز شده بودن و آماده بودن و به میدون اومده بودن که آقای رئیسی ببره، با وجود این جرأت نکردن که آقای رئیسی رو با تقلب و جنجال و مسائلی از این قبیل به مردم تحمیل کنن. چرا؟ چون عواقبش رو میدونستن. خب این پیشرفت جامعه مدنی رو نشون میده. البته ما تا اونجایی که جامعه مدنی اونقدر قوت پیدا کنه که بتونه به اصطلاح نظام رو به عقب نشینی‌های خیلی عمیق و غیر قابل بازگشت وابداره فاصله داریم، ولی نشون میده که جامعه مدنی به نظر من پیشرفت کرد. خب اونهایی که در خارج نمیگن به این گونه انتخابات و دلیلش هم همون بود که قبلا شما عرض کردم، باید پاسخ اینها رو بدن. اینها ادعا میکنن که رأی دادن مشروعیت دادن کمی که عرض کردن اینطور نیست، اینا ادعا میکنن که هیچی تغییر پیدا نکرده، اینطور هم نیست و مسائلی از این طرف. خب این هم یه گروه دیگه بود از ایرانی ها که شکست خوردن. گروه دیگه از ایرانی ها بودن که اینها همیشه طرفدار تحریم اقتصادی بر ضد مملکت بودن، طرفدار تهدید اقتصادی بر ضد مملکت بودن و حتی چندشون در مقالات انگلیسی و فارسی که نوشته بودن طرفدار حمله نظامی به مملکت بودن. اینها هم به شدت فعالیت میکردن که خیلی خوب این به اصطلاح مردم در انتخابات رأی ندن. خب مردم هم گوش نکردن و رأی ندن، بنابراین اینها هم شکست خوردن. گروه دیگه بودن بین نئوکانهای آمریکایی. نئوکانهای آمریکایی هم آرزوشون این بود که مردم یا رأی ندن یا اگر رأی میدن به ابراهیم رئیسی رأی بدن. چرا؟ بدنی که رأی ندادنش که واضح بود، رأی دادنش هم اینها میخواستن یک کاندیدایی مثل محمود احمدی نژاد دوباره سر کار بیاد. در انتخابات 1388 که آقای میر حسین موسوی در انتخاب شرکت کرده بود، بسیاری از مقامات اسرائیل علناً اعلام کرده بودند که من منبع اینا رو در چندین مقاله در نفس صحنه قرار دادم که گفته بودن که کاندیدای مورد نظر اونها که اونها امیدوارن در انتخابات ببره آقای احمدی نژاده نه آقای میر حسین موسوی. چرا؟ چون آقای احمدی نژاد بود که این شعارهای تند بر علیه اسرائیل داده بود، واقع تاریخی غیر قابل انکار هولوکاست رو انکار کرده بود، با سیاست‌های تندرویش باعث رفتن ایران به شورای امنیت سازمان ملل و صدور قطعنامه در چارچوب فصل 7 برای ایران شده بود و مسائلی از این قبیل. بنابراین اینها امیدوار بودن که اگر هم مردم رأی بدن به ابراهیم رئیسی رأی بدن. اما که یکی از اینها آقای الیوت آبراهامز که در زمان دولت آقای ریگان اسیستان سکرتری او استیت در جای وزیر خارجه در امور آمریکای لاتین بود و در واقع ایران کنترا هم نقش خیلی مهمی داشت و در دولت آقای جورج بوش پسر هم مدیر سیاست خاورمیانه در شورای امنیت ملی بود، در مقاله‌ای که در وبسایت پولیتیکو منتشر کرد گفتش که من برای آقای رئیسی امیدوارم، بدنی که آقای رئیسی اگر انتخاب بشه چهره واقعی تندروهای ایران نمایان میشه. خب ایشون هم میخواست که آقای رئیسی انتخاب شه. یا آقای سهراب احمدی که ایرانی هستن و در روزنامه وال استریت جورنال کار میکنن، ایشون هم در مقاله که در خودم وال استریت جورنال نوشته بودن گفته بودن که مردم رأی ندن و مسئله هستن. برای این نئوکانهای آمریکایی اینها شکست خوردن. آخرین کسی که به نظر من شکست خورد خانم ستاره درخشش مدیر برنامه های فارسی صدای آمریکا. خانم درخشش از موقعی که آقای ترامپ انتخاب شدن صدای آمریکا رو تبدیل کردن به یک جایی برای تحریمیان، برای فشار نظامی بر علیه ایران، برای تهدید نظامی بر علیه ایران، بدنی که ایشون میخوان خودشون رو با دولت آقای ترامپ هماهنگ کنن به طوری که ایشون از ریاست بخش فارسی صدای آمریکا برکنار نشن. در همین انتخابات تمام برنامه‌های صدای آمریکا اختصاص به کسایی داشت که بیان در برنامه و بر علیه شرکت مردم در انتخابات صحبت کنن. احدی از کسانی که میگفتن مردم باید در انتخابات شرکت کنن تا از ریاست جمهوری رسیدن آقای رئیسی جلوگیری کنن در این برنامه ها شرکت داده نشد. نه تنها اون، بلکه اطلاعاتی که دوستان داخل خود صدای آمریکا که من با چندشون دوست هستم به من دادن نشون میده که خانم درخشش اصولا به اینها دستور داده که به هیچ عنوان این گونه شخصیتی که طرفدار شرکت مردم در انتخابات بودن نباید در برنامه بیان. و نه تنها اون، بلکه کسانی که قرار بود دعوت بشن هم
اونها رو در خودش تصمیم میگیره و اینها میاد در برنامه شرکت میگیره. نتیجه این شد که در برنامه اینها با عنوان مثال شارلاتانی به اسم امیر عباس فخرآور که به نظر من یک شارلاتان سیاسی بیشتر نیست بارها و بارها به عنوان کارشناس شرکت کرد، یا اون معلومه که من نمیخوام اسمشو بیارم و طرفدار مجاهدین هست و به همه هر کسی با مجاهدین مخالفت میکنه میگه لابیست جمهوری اسلامی، اون بارها و بارها شرکت کرد، یا شخصیتایی که همگی اومدن بر علیه شرکت مردم در انتخابات صحبت کردن بدون اینکه یه تعداد حتی کمی از طرفداران شرکت مردم در انتخابات در این برنامه شرکت کنند. خود خانم درخشش هم در این راه قدم برداشت و با یه سری از کثیف‌ترین و منفورترین چهره‌های سیاسی آمریکا مصاحبه کرد و مصاحبهش رو پخش کرد. ایشون با جان بولتون مصاحبه کرد. جان بولتون یکی از کثیف‌ترین چهره‌های سیاسی آمریکاست که حتی در بین سیاستمدارای آمریکایی هم بسیار منفوره. جان بولتون کسی که بارها و بارها گفته آمریکا یا اسرائیل یا هر دو باید به ایران حمله کنن و اون کشور رو بمباران کنن. یا با همین آقای الیوت آبرامز که صحبتش کردم با ایشون صحبت کرد. یا با یکی از کثیف‌ترین نئوکان‌ها به نام مایکل لوین. مایکل لوین یکی از کثیف‌ترین نئوکان‌هاست که حتی اونقدر ایشون مواضع بدی داشت و اینقدر مواضع شرم‌آوری داشت که امریکن انترپرایز اینستیتوت که جاییست که نئوکان‌ها هستن ایشون از امریکن انترپرایز اینستیتوت هم بیرون کردن. ایشون کسی که در دهه 1980 با منوچهر قربانی‌فر دلال اسلحه کار میکرد تا اسلحه به جمهوری اسلامی در دهه 1980 برسه. بعد در دهه 1990 وقتی که سیاست اسرائیل در مورد ایران عوض شد ایشون هم چرخش داد و از اون موقع همیشه بر علیه مملکت و حمله به ایران و تشویق حمله به ایران صحبت کرده و یکی از واقعا کثیف‌ترین چهره‌هایی که در آمریکا وجود داره. خانم درخشش با این هم مصاحبه کرد و مصاحبهش روی صدای آمریکا بوده. ایشون با آقای رضا پهلوی هم مصاحبه کرد و ایشون طوری عمل کرد نشون میداد که جهت سیاسی ایشون، بینش سیاسی ایشون و آگاهی سیاسی ایشون چقدره. ایشون هم به نظر من به طور کلی شکست خورد. بنابراین همونطور که عرض کردم ما دو گروه شکست خوردگان داشتیم در ایران و در خارج از ایران. حالا نکته که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که پیروز در این انتخابات نه آقای روحانی بود نه کسایی دیگه، پیروز در این انتخابات صلح‌جویان بودن. اگر آقای رئیسی به ریاست جمهوری می‌رسید احتمال ورود ایران به یک جنگ خانمانسوز بر خاورمیانه بسیار زیاد و تمام تلاش کسانی مثل بنده که در این را کوشیدن که در حد خودش مردم آگاهی بدن تا در انتخابات شرکت کنن و از ریاست جمهوری رسیدن آقای ابراهیم رئیسی و دولت پنهان که در پشت اون بود جلوگیری کنن، به خاطر این ما میترسیدیم و میترسیم که به مملکت بهانه‌ای پیدا بشه تا به مملکت حمله کنن و اگر حمله کنن ایران سوریه دیگه میشه و بنابراین پیروز واقعی این جریان صلح‌جویانی بودن که نمیخوان ایران سوریه و یا عراق بسیار ممنونم آقای دکتر سهیمی. دوستان روی فیسبوک نظراتشون رو می‌نویسن، اگه شما لطف کنید بعد از برنامه به این دوستان هم پاسخ بدید ممنونم. ولی الان آقای حمید حمیدزاده نوشتن که بازنده این انتخابات در خارج اپوزیسیون بود و در داخل برنده این انتخابات مجتبی خامنه‌ای. نظر شما در این مورد چیه؟ ببینید در مورد خارج رو من قبول دارم، اپوزیسیون یا آنچه که ما بهش اپوزیسیون در خارج از ایران میگیم اینها به کلی شکست دادن. حتی اگر شما به وبسایت گویا نگاه کنید در چند روز گذشته چندین مقاله از افراد خود همین اپوزیسیون منتشر شده که خود اونها هم همین حرف رو میزدن. در داخل ایران در مورد مجتبی خامنه‌ای به نظر من این حرف دست کم در این مرحله هیچ اساسی نداره. اونهایی که چنین حرفی رو میزنن و این مقطع میزنن که بله آقای مجتبی خامنه‌ای قراره که جانشین آقای خامنه‌ای بشه، یه تعداد در مجلس خبرگان میخوان که رئیسی رهبر آینده بشه، ولی با آوردن رئیسی و افشاگری در موردش شکستش در انتخابات در واقع ایشون به چشو از دست داده و بنابراین آقای مجتبی خامنه‌ای در جایگاه بهتری قرار میگیره که در آینده رهبر بشه. به نظر من این تحلیل تا این لحظه و برای کسی مثل من که این بقایی رو از نزدیک سالان دنبال کرده و حتی شرح حال خود مجتبی خامنه‌ای رو به زبان انگلیسی نوشته و منتشر کرده که این
چه جور شخصیتیه، این تحلیل تا اینجا فنداران پایه و اساسی نداره. حالا اگر در آینده تحولاتی اتفاق افتاد و نشانه هایی از اون اومد بیرون، که خب میتونیم این موضوع دوباره بررسی کنیم، ولی در حال حاضر هیچ گونه شواهد قرائنی برای این تحلیل به نظر من وجود نداره. بسیار ممنونم از شما. از انتخابات ایران بیایم به آمریکا و این موجودی که واقعا نمیدونم اسمش رو چی بذارم، شارلاتان، کان آرتیست، و خیلی ها دیروز تالا روی فیسبوک نوشتن که ایشون رفت اونجا نفت به اصطلاح اسلحه بفروشه، ولی به نظر میاد که عربا بیشتر دنبال خرید همسر و دختر ایشون بودن. و دو تا فیلم دوستان هست نگاه کنید که چرا خانم ترامپ از نیویورک نیامده به واشنگتن. ببینید چه در روز اول که اینها در عربستان بودن، ترامپ میخواد دست همسرش رو بگیره میزنه زیر دستش، چه دیروز وقتی که در روم پیاده شدن و داشتن میمدن باز این کار انجام شد. نظر شما درباره ترامپ، چرا مردم آمریکا این رو انتخاب کردن؟ میدونیم که توی آمریکا انتخابات بر اساس اکثریت نیست و بر اساس یه سیستمی هست به نام الکترال کالج که خود اون هم توضیح زیادی داره، ولی چرا این چنین شد که شخصی مثل ترامپ، یه کسی که حق و حقوق کارگرا رو خورده، یه کسی که اصلا معروف به زنبارگی، معروف به هر چیزی که شما بگی، هر چیز بدی که شما بگی، اسم ترامپ یه جایی توش بوده و هست، به نظر شما چرا مردم آمریکا به ترامپ رأی دادن و مردم فرانسه تونستن از دست اون خانم لپن در برن و با آقای ماکرون رأی دادن؟ اجازه بدید آقای صحابه قرار که به سوال بسیار خوب شما بدم، یه نکته دیگه هم بوده انتخابات ایران ذکر کنم. بفرمایید. وقتی که انتخابات شد، آقای اکبر گنج روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر پیشنهاد کردن که به آقای ابراهیم رئیسی لقب آیت الله قتل عام داده بشه به دلیل نقش ایشون در کشتار 4000 زندانی سیاسی در 1367. من هم از این پیشنهادشون استقبال کردم و هم آقای گنجی و هم بنده و یکی دو نفر دیگه از جمله آقای دکتر عباس میلان، آقای فهمیم سخن در وبسایت گویا، برای این موضوع بسیار کار کردیم، مقالات متعددی نوشتیم. بنده این مقاله خیلی مفصل در مورد ابراهیم رئیسی و نه تنها نقش ایشون از کشتار ناجوان مردانه زندانیان سیاسی در 1367، بلکه در تمام هایی که در عرض این 28 ساله بوده نوشتم. خب این موضوع مورد استقبال بسیار زیادی قرار گرفت، طوری که دوستان من در ایران میگن که حتی در تاکسی‌ها و در محافل عمومی مردم از ایشون با نام آیت الله قتل عام صدا می‌زدن، و به نظر من این خودش یک نقش بسیار موثری در شکست ایشون داشت. منتها اون موقع اونهایی که طرفدار تحریم انتخابات بودن ایراد می‌گرفتن، می‌گفتن که اصلاح طلبان از جمله آقای گنجی یا بنده، و بذارید همینجا خدمت شما عرض کنم که بنده آقای گنجی رو نه در عمرم دیدم و نه ایشون رو ملاقات کردم و نه در هیچ کنون من سخرانی های ایشون. بنده آقای گنجی رو فقط از طریق نوشته ها و مقالات ایشون دید، و بنابراین کاری که بنده نمیدونم اگرچه در راستای کاری بود که آقای گنجی پیشنهاد کردن، ولی رابطه ای بین من ایشون وجود نداره. اون موقع ایراد میگفتن، میگفتن اصلاح طلبا مثل گنجی از کسای دیگه این کار رو کنن برای اینکه رأی به دست بیارن برای آقای روحانی. اون موقع و ایرادی که میگرفتن این بود که مگر فقط آقای رئیسی بود که در این کشتار نقش داشت؟ نقش اول رو آیت الله خمینی بازی کرد و بعد کسانی که در اون هیئت مرگ. بنده در مقاله که اون موقع منتشر کردم خود در روز پیش پاسخ دادم که نخیر، اینطور نیست. تمام اونهایی که در این کشتار زندانیان در 1367 از آقای خمینی گرفته تا اون هیئت مرگ، تمامی اونا آیت الله قتل عام هستند، و بنابراین این لقب فقط منحصر به اونا نیست، برای رأی جمع کردن هم نیست. منتها آیت الله خمینی 28 سال فوت کرده، اعضای دیگه هیئت مرگ هم در انتخابات شرکت ندارن، و بنابراین خطر در حال حاضر از جانب ابراهیم رئیسی. منتها اگر شخصیت‌های دیگه از این هیئت مرگ یا کسانی که نقش مستقیم در این قتل ها داشتن بخوان در انتخابش بذارن، ما در مورد اونها همین افتادهی رو خواهیم کرد. حالا هم که آقای روحانی انتخاب شده و دولت بعدی رو باید تا ماه مرداد به مجلس معرفی کنه، باز ما یک سمت
کمپین دین رو انداختیم برای حبس آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری از دولت آقای روحانی. در اینجا باید خدمت شما عرض کنم، توضیح بدم که وزیر دادگستری در ایران هیچ کار است، چون فقط رابطه بین دولت قوه قضاییه است و بین قوه قضاییه و مجلس، هیچ گونه اختیاراتی نداره. وزیر دادگستری هم رئیس جمهور تعیین نمی‌کنه، بلکه رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کنه. علاوه بر این آقای مصطفی پور محمدی که یکی از چهار نفری بودن که عضو هیئت مرگ کشتارهای 1367 بودن، هیچ گونه قدرتی ندارن. با این وجود به خاطر رأی مردمی که مردم به آقای روحانی دادن، وجود چنین شخصی در دولت آقای روحانی خیلی بد خواهد. و برای این کمپینی دوباره شروع شده برای اینکه فشار آورده بشه که مصطفی پور محمدی در دولت بعدی آقای روحانی شرکت نداشته باشه. فکر کنم تا امروز گفته که تو دعوت نشده آقای پور محمدی رو، اسمشو بذاریم حجت الاسلام ناشام. و این واقعا اسم با مسمایی برای ایشونه، چون این حجت الاسلام ناشام هم در سرکوب مردم در دهه و نیم گذشته نقش بسیار مهمی داشته. همین سال گذشته که آقای احمد منتظری نوار مکالمه های زنده یاد آیت الله العظما حسین علی منتظری رو با اون هیئت مرگ منتشر کرد، همین پور محمدی با کمال افتخار گفتش که افتخارم میکنیم که این کار رو کردیم، اون دستور خدا رو اجرا کردیم. حالا بگذاریم که ایشون دستور آقای خمینی رو اجرا کردن، نه دستور خدا رو، ولی ایشون اون کشتار افتخار هم میکردن. برای این لقب خوناشام برای این شخص کاملا ماست. ما روی موضوع خواهیم کرد، ما این موضوع رو بین همه دوباره مردم پخش خواهیم کرد در حد توان خودمون، تا اینکه انشاءالله بشه ایشون دست کم از این دولت بره بیرون. حالا در مورد آقای ترامپ، اول یه شاهکار ایشون رو در اسرائیل انجام دادن و نشون دادن رو خدمت شما عرض. ایشون در سخنرانی که در اسرائیل کردن گفتن که من همکنون از خاورمیانه به اسرائیل میام. بله من یعنی اینجا نوشتم نمیدونه حتی اسرائیل که اسرائیل تو خاورمیانه. این نشون میده که نه تنها ایشون خودش خیلی میسواده، بلکه اونایی که سخنرانی واسش میگیسن و اون مشابهان که دوباره بشن اونا هم خیلی بیستن. آقای صحیمی دقت کنید به اون ویدیو، وقتی که اینو میگه یکی از اونایی که باهاش رفته این مسافرت، نمیدونم دیدید یا نه، اصلا دست میذاره رو سرش و سرش رو میچرخونه اون ور. یعنی اینو من برای شما میفرستم که اگه خواستید توی من میخواستم نشون بدم ولی نتونستم این ویدیو کوتاه رو پیدا کنم. سه تا ویدیو هست که قول میدم به دوستان بهشون جمعه نشون بدم. همینی که شما میگید ترامپ با نادانی تمام به اون افرادی که اونجا هستن گفت که وقتی از عربستان سعودی رسید به اسرائیل، گفت که من همین الان از خاورمیانه آمدم و به قول معروف مثل این میمونه که شما مثلا تو لس آنجلس باشید و بگید من الان از کالیفرنیا آمدم یا یه چیزی اینجوری. این نشون میده اصلا این آقا خبر نداره و فقط رفته بود اونجا که با ترس و وحشتی که ایجاد میکنه و تبلیغ میکنه تا اونجایی که میتونه بتونه اسلحه بفروشه و این کارو کرد. و خیلی جای تأسف برای آمریکایی‌ها که الان به اصطلاح جاب یا شغلشون این باشه که آقای ترامپ به عربستان تشکر کنه که چون شما اسلحه خریدید حالا ما کار رو در به اصطلاح آمریکا میتونیم بیشتر داشته باشیم. بفرمایید با شما هستیم. بله خواهش میکنم. این صحبت آقای ترامپ منو یاد صحبت سناتور تام کاتن انداخت. سناتور تام کاتن همون کسی بود که نامه فرگشاده به آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در موقع مذاکرات هسته‌ای نوشت و گفتش که اگر شما با دولت اوباما توافق برسید، اگر جمهوری‌خواها بعد از آقای اوباما به قدرت برسن، لزوماً از مفاد اون قرارداد پیروی نخواهند کرد. و بعد ایشون برای توجیه این کارش گفتش که ایرانی‌ها میخوان تمام خاورمیانه رو کنترل کنن و یادتون باشه که ایرانی‌ها همین الان تهران رو دارن کنترل میکنن. تهرانی که پایتخت ایرانه و صدها سال پایتخت ایرانه، ایشون هنوز نمیدونست که تهران قسمتی از ایرانه و پایتخت ایرانه و مسئله کنترل تهران توسط ایرانی ها یک موضوع خیلی نشون از عدم آگاهی شده. حالا اینکه چرا آقای ترامپ رو انتخاب کردن، به نظر من دو دلیل. دلیل اولش این بود که دموکرات ها نامزده بسیار بد. ببینید دموکرات ها حاضر نیستن این موضوع رو قبول کنن.
و مرتب روسیه رو متهم می‌کنن که در انتخابات دخالت کرده یا نمی‌دونم ایمیل‌های شورای ملی حزب دموکرات منتشر کرده و مسائلی از این قبیل. ولی اینا در مورد دو موضوع صحبت نمی‌کنه. یکی اینکه اولا درسته که ممکنه این ایمیل‌ها رو روسا هک کرده باشن و منتشر کرده باشن. ولی آنچه که مهمه محتوای اون ایمیل‌ها بود. محتوای اون ایمیل‌ها نشون می‌داد که دستگاه رهبری حزب دموکرات بسیار فاسد بود. دستگاه رهبری حزب دموکرات از اول به دنبال این بود که به هر قیمت تحت هر شرایطی خانم هیلاری کلینتون بشه نامزد حزب دموکرات و به همین دلیل از نامزد شدن یک نامزد بسیار خوب برای حزب دموکرات یعنی سناتور برنی سندرز جلوگیری شد. این دلیل اول بود. به نظر من خانم کلینتون بسیار کاندیدای بدی بود. همین چند روز پیش آقای جو بایدن معاون آقای اوباما هم در یک صحبتی که رو گفت بود که من هیچ موقع فکر نمی‌کردم که هیلاری کلینتون نامزد خوبی برای حزب دموکرات بشه. حتی ایشون هم چنین حرف زد. خب این یه دلیلش بود. بعد بودن نامزد حزب دموکرات. خانم وقتی که نظر خواهی می‌شد راجع به نامزدها، خانم کلینتون هموقدر نظر منفی از به اصطلاح مردم دریافت می‌کرد. هم دریافت می‌کرد. مثلا 60% مردم بله. نه صدای شما قطع وصل شد، فکر کردم یکی بهتون زنگ میزنه. من فکر کردم اینجوریه. بله بفرمایید. بله. من چیزی نگفتم. خواهش می‌کنم ببینید مثلا وقتی مردم نظر من نظر خواهی نظر من که مردمی پرسید آقای شما 63% مردم گفتن نظر منفی نسبت بهش دارن، 61% یا 60% مردم گفتن نسبت خانم کلینتون نظر منفی دارن. بنابراین اون مقدار نظر منفی مردم مثلا هر کنده یکی بود. یه دلیل بود. دلیل دومش این بود که آقای ترامپ به دروغ اومد و در مورد مسائل واقعی اقتصادی مردم آمریکا به خصوص سفید پوستان کم درآمد و کم تحصیل کرده صحبت. از جمله درصد بیکاری ها رو دروغ گفت. بله درصد بیکارها رو گفت دروغه. بله. ولی امروز خودش به همون آمار متوسل میشه و میگه ما درصد بیکاری رو آوردیم پایین. دقیقا. خب بدانی که ایشون اون موقع دروغ میگفت، ولی آنچه که مسلمه مسائلی که ایشون در اون موقع صحبت کرد در موردی که تعداد زیادی از کارخونه ها از آمریکا رفتن و به سایزی مثلا این مسائل واقعی بودن و برای بسیاری از مردم قابل لمس، در حالی که دموکرات ها این انتخابات رو تبدیل به یک مسئله فرهنگی کرد. خانم کلینتون به قول اجازه این مسائل مهمه روی اصلا صحبت نمی کرد به این صورت. چرا؟ بدن که خود ایشون و شوهرش آقای کلینتون یکی از آرشیتکت های سیاست های اقتصادی نئولیبرالی بودن که باعث قدم زدن به این مردم آمریکا در این به اصطلاح رقابت جهانی اقتصادی شده بودن. این صحبت دموکرات هم همیشه راجع مسائل فرهنگی صحبت می‌کردن. بعد نمی‌دونم مثلا فرض کنید که اونهایی که ترانسجندر هستن هم بتونن از جای خانمان هم بتونن در جای آقایون استفاده کنن و مسائلی از این قبیل. آقای صهیمی به عنوان مثال اصلا نرفتن میشیگان که از مهمترین ولایت‌های صنعتی آمریکا اونجا سخنرانی کنه. من همینو میخواستم بگم که از پایگاه‌های مهم حزب دموکرات مسائل بود. آقای ترامپ هم در این حال راجع به مسائلی صحبت کرد که برای مردم قابل لمس بود و یه فاکت دیگه هم در اینجا داشت که این رو بنده در مقاله نوشتم که انشالله به زودی منتشر کنم. اون فاکتور این بود که نامزدی آقای ترامپ و انتخاب ایشون یک حقیقت رو خیلی ها میدونستن ولی یا قبول نمیدونن یا رو چه سواد نمیدونن رو کاملا آشکار کرد. اون اینه که نژاد پرستی در آمریکا هنوز نقش مهمی در جامعه آمریکا و بنابراین وقتی که آقای ترامپ اون صورت موازنه نژادی گرفت و به اون صورت بر علیه مهاجران صحبت کرد، بر علیه مسلمان ها صحبت کرد، بر علیه کشورهای غیر از آمریکا صحبت کرد، مکزیکی ها هم لکرد، لاتین ها هم لکرد، اون بخش از مردم که تمایلات نژاد پرستی و اگه بخوایم خیلی خوش نگاه کنیم تمایلات فوق ناسیونالیستی داشتن خودشون رو با این به اصطلاح پیام آقای هماهنگ. الان هم اونا اولین کسایی هستن که دارن ضربهشو میخورن. دقیقا بده که اونا اتفاقا همون سفید پوستان کم درآمد کم تحصیل کرده بله. همونا دارن ضربهشو میخورن.
آقای سهیم گفتش که بیشتر اونهایی که با آقای اوباما یا بخش مهم اونهایی که با آقای اوباما مخالفن در واقع نژاد پرستن، چون آقای اوباما سیاه‌پوسته و اینها نمیخوان مخالفت خودشون رو با آقای اوباما در قالب سفید بر علیه سیاه ابراز کنن، به ایشون انگاهی دیگه میزنن، برکتب دیگه میزنن و مخالفت میزنن. خب این مثلا کمپین آقای ترامپ حقیقت مسلم در جامعه آمریکا رو از زیر سقف به روی سقف برد، یعنی این نژاد پرستی هنوز در بین درصد قابل توجهی از مردم آمریکا وجود داره رو به روی سقف برد. همون که از اون موقع به بعد حمله بر علیه خارجی، حمله بر علیه کلیمی های آمریکا، ما میدونیم سفیدپوست های نژاد پرست آمریکا فقط با سیاه ها مخالف هستند، یا با کلیمی ها هم مخالفن یا با یهودی ها هم مخالفن. آقا گاهی وقتا با خودشون هم اشکال دارن، گاهی وقتا با خودشون هم اشکال دارن سفید پوست ها، با خودشون هم اشکال دارن چرایش که با و این مخالفت اینها با یهودیان آمریکا سابقه مثلا فرض کنید 100 ساله داره، چون اینا همیشه معتقد کمونیسم جهانی رو مثلا متفکران کلیمی مطرح کردن، همیشه بوده. خب همه اینها اگرچه آقای ترامپ نتونست اکثریت رأی مردم آمریکا به دست بیاره از طریق الکترال کالج گرفت، بنابراین اگه بخوام خلاصه کنم دو دلیل: دلیل اولش بد بودن کاندیدای حزب دموکرات، دلیل دومش مطرح کردن مسائل واقعی اقتصادی البته به دروغی توسط آقای ترامپ و به دست آوردن سمپاتی اونها، در این حال نجات این بخشی از مردم وجود داره که با آقای ترامپ رای. بسیار ممنونم از شما، امیدوارم در آینده نزدیک هم بازم با شما باشیم. یک بار دیگه از شما تشکر میکنم که دعوت من رو پذیرفتید و دوستان فیسبوک آقای سهیمی رو نشون دادم و خیلی ساده است، همینجوری که اسمشون رو می‌نویسن محمد سهیمی، و چون دکتر واقعی هستن دیگه نمیخوان پوز بدن نوشتن و میتونید باهاشون صحبت کنید، تماس بگیرید. ضمناً دوستی هم نوشته بود که خب حالا بعد از انقلاب، بعد از انتخابات مردم ایران چیزی نصیبشون میشه، ولی بذارید من این سوالو به این صورت از شما بپرسم: فکر میکنید که آقای روحانی در دوره دوم حکومتشون به قولایی که دادن عمل میکنن؟ چون مثلا همین در رابطه با آقای رئیسی و آستان قدس رضوی و اینها، خب یکی باید سوال کنه آقای روحانی شما 4 ساله اونجا هستید، حالا میای میگی که این پولا رو شما میخورید و میبرید و حیف و میل میکنید؟ خب تو این 4 سال شما میتونستید یه قانونی عوض کنید که دست یه شخص نباشه این درآمدهای کلان. نمیدونم اون ویدیو رو دیدید که مستقیما راجع به آستان قدس رضوی صحبت میکنه. بله من در صورت فکر میکنید که ایشون حالا که دیگه اون نگرانی انتخابات دوره سوم رو نداره، به قولهایی که داده بیشتر عمل میکنه، این آزادی هایی رو که مردم فکر میکردن اگر رئیسی بیاد میگیره ولی اگر روحانی باشه بیشتر میشه، به نظر شما بیشتر میشه؟ ببینید بخشی از قولهایی که آقای روحانی داده خودش میتونه انجام بده و بنابراین امید هست که ایشون هست، بخشی از اینها در کنترل خودش نیست، چون نظرات مردم رو، خواستهای مردم رو بیشتر مطرح کرده. به عنوان مثال آزادی رهبران جنبش سبز چیزی نیست که آقای روحانی کنترل کنه، منتها خود آقای روحانی از صحبتهایی که در سربایی کردن گفتن که اگر درصد رأی من بالا باشه من در جایگاه نیرومندتری قرار میگیرم و میتونم از اون عنوان عاملی برای پیش شما استفاده کنم. در مورد همین آستان قدس درستون باشه که وقتی که مجلس مثلا دهم پارسال انتخاب شد و تعداد زیادی از اصلاح طلبان معتدلین به مجلس راه یافتن، یکی از کاری که این مجلس کرد تصویب قانونی بود و اون هم آستان قدس رضوی و هم قرارگاه خاتم‌النبیین به اصطلاح باید از محل خودشون مالیات دولت، منتها این رو شورای نگهبان رد کرد و آقای به اصطلاح روحانی هم در سخنرانیش به همین موضوع اشاره کرد. یعنی اینها تلاشی که خودشون باید بکنن میکنن،
حالا اینکه آقای روحانی باعث شده از این رأی بزرگ فشار بیشتری، من امیدوارم ولی ببینیم که اتفاقی بیفته یا نه. بسیار ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که روزهای بهتری در انتظار ایران و دنیا، این روزها آمریکا هم وضع خوبی نداره و ببینیم حالا آقای ترامپ که برمیگرده، شنیدم وکیلاش دارن دنبال اون مراحل ایمپیچمنت و کلمه ایمپیچمنت و اینها به اصطلاح میگردن، ولی بعضیا باور دارن این کارهایی که تاله کرده اونجوری نیست که به ایمپیچمنت به اصطلاح ختم بشه. ببینیم چه خواهد شد. در صورت با شما خواهیم بود. اگر اون مقاله‌ای هم که گفتید درباره مجتبی خمینی نوشتید، چه با فارسی چه انگلیسی، اگر لطف کنید ارسال کنید، در اون مورد هم یک صحبتی کنیم یا بخونیمش بعد نیست. خیلی متشکرم، ممنونم که منو در برنامه کردید. چشم، اون مقاله رو لینکش وسط می‌ذارم. بسیار ممنون. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای محمد سهیمی بودیم از کالیفرنیا و ایشون میگم بعد از 4 سال من اون نوشته رو که دیدم، بازندگان اصلی انتخابات، با ایشون تماس گرفتم و قبول کردن که مهمان برنامه باشن و خیلی هم خوشحالم که دعوت ما رو قبول کردند و اینجا بودن. و اما من از دوستان خواهش میکنم در موقعی که ما برنامه زنده داریم، شما هر یه جمله‌ای که ما میگیم اگه یه جمله‌ای بنویسید، میشه مثل این برنامه‌های زنده یوتیوب، ببینید این بغل برای خودشون چت میکنن 1,000,000 میره، هیچ خبری نیست. ولی اگر یه برنامه‌ای رو که میبینید یه بار یه سوالی بکنید، اون سوال شما رو من میپرسم، اون مهمون برنامه هم پاسخ میده. به نظر من اینجوری معقول تره. و اما ساعت 3:54 است. شما رو از واشنگتن دی سی که ایرانی‌ها به شوخی بهش میگن دیزی، چون همه نخود و لوبیا یا هر نخود و لوبیا یا گوشتی استخونی توش میجوشه، بردم به نیویورک. با آقای منصور استانلو بودیم. از آقای منصور استانلو خداحافظی کردیم، رفتیم کالیفرنیا، با آقای دکتر محمد سهیمی بودیم و حالا با هم میریم به استرالیا، اونور کره زمین، با آقای جاوید شهافر صحبت میکنیم. خیلی ها میگن که بی خود گفتن که ما نیم کره شمالی هستیم. نیم کره شمالی بالا و پایین چیه؟ استرالیا و نیوزلند و اینها، اونها بالا هستن چون اونها یه روز از ما جلو هستن. میدونید الان که اینجا چهارشنبه هست، ساعت مثلا 4 بعد از ظهر، اونجا 5 شنبه هست، ساعت 6 صبح. من صبر میکنم تا آقای شهافر خودشون با ما تماس بگیرن و ما مزاحم خواب ایشون نباشیم. بذارید ببینم این صفحه رو بستم، بله، و اسکایپ رو باز کنم، چون اسکایپ رو بسته بودم به دلیل این تماس تلفنی و گفتیم که بله everything is okay. به به 3:51 بنویسم Are you ready؟ دوستان یه فیلمی رو، یه ویدیویی رو آقای فرزاد شبستری، اجازه بدید من اینجا بنویسم، حدود 108 دقیقه صحبت کردن توی جلسه ای در رابطه با مبارزات زنان و احقاق حقوق آنان درباره روز زن، و اینها صحبت کردن در این باره که خانم ها عشق را تولید میکنن، آقایان به همین دلیل هست که عشق را توصیف میکنن و تعداد شاعرای مرد بیشتر و اینها. به نظر من چون ایشون نوشته بود که نظراتتون رو بنویسید، به نظر من یک کم کم لطفی کردن درباره روز جهانی زن و اینکه در آمریکا ایشون گفته بود که یه چند ثانیه‌ای فقط بهش توجه میشه، مخصوصا این 8 مارس که گذشت دیدیم که روزی بود که خانم ها نرفتن سر کار، گفتن ما یه روز نمیایم سر کار تا ببینید بهتون چی میگذره. ضمن این که وقت برگردیم تاریخ پیدایش روز زن رو ببینیم، اون اعتصاباتی که بعد از جنگ ها خانم ها مجبور شدن برن سر کار و وقتی رفتن سر کار و خانواده ها به این شکلی که الان میبینیم درآمد، بعد متوجه شدن که اینها حقوقی که میگیرن حقوقشون برابر با مردها نیست و اینها. و جالبه که روز زن از آمریکا شروع شده، ولی اونجوری که آقای شبستری میگه
اونجوری که باید و شاید ازش قدردانی نمیشه. این ویدیو رو بعد از مصاحبه خودم با آقای شهافر براتون پخش میکنم و تا جمعه هم روی پلیلیست خواهد بود، روی یوتیوب آقای فرزاد شبستری هم هست. خوشحال میشم که نظرتون رو به خود ایشون مستقیما بنویسید، روی فیسبوک هم میتونید فرزاد شبستری رو پیدا کنید یا اینکه به تلویزیون مردم بنویسید. آقای شهافر میگه حاضر هستم و من هم اینجا یادداشت کرده بودم که حماقت ترامپ که نمیدونه به اصطلاح اسرائیل جزء خاورمیانه است و عکسی هم از ترامپ و ماجرای سعودی بهتون نشون بدم اگه بتونم پیداش کنم، که میگه بله میگه ترامپ یک مثل کسی که گاوداری داره رفته اونجا و داره این سعودی رو میدوشه و واقعا هم همین جور بود. البته اونها هم چون یه حکومت دیکتاتوری هستن و اونها هم باید باج بدن تا یه کسی مثل آمریکا یا کشورهای اروپایی این سعودی رو که یه خانواده است، اصلا خانواده سعودی. اینم این عکس و روز جمعه به احتمال زیاد با شما بیشتر صحبت میکنم، چون میدونم وقتی که ما مهمون داریم شماها گله میکنید که آقا ما میخواستیم برنامه سربی با مردم ببینیم، ولی مردم جزوش این دوستانم هستن. ببرمتون به استرالیا و ببینیم که آقای شهافر از این کنگره، آخه این خیلی جالبه، ما نمیدونیم کنفرانس بود کنگره بوده چی بوده، چه برداشتی دارن، نظرشون درباره دوستانی که در آمریکا باشون آشنا شدن. میدونید تا قبل از اینکه بیان اینجا احتمالاً از طریق فیسبوک و اینها با این دوستان در تماس بودن، ولی بالاخره وسیله ایجاد شد این کنگره آقای فخرآور، چون هیچ اسم دیگه ای نمیشه براش گذاشت. این کنگره ملی ایرانیان یه دروغ و یه توهین به مردم، حالا چه اینایی که خارج هستن چه اونایی که در داخل هستن، این کنگره آقای فخرآور بود، مهمونی آقای فخرآور بود و این دوستان رو هم دعوت کردن. اتفاقا از آقای غلام ترشیزی هم دعوت کردم که بیان مهمون برنامه ما باشن، چون ساعات برنامه ما موقعی که ایشون کار میکنن گفتن اگه بشه یه وقت دیگه، حالا توی ویکند سعی میکنم یه وقت دیگه با ایشون صحبت داشته باشیم. و اما آقای شهافر ساعت 3:57 دقیقه به وقت خودشون، نه ببخشید اونجا میشه 6 صبح، 5:57 دقیقه نوشتن که حاضر هستم، من تماس گرفتم جواب ندادن. ببینی بعض وقتا ایشون به من میگه که باید کامپیوترشون رو عوض کنم، مثلا میگن با این کامپیوتر نمیخوام با اسکایپ صحبت کنم، ممکنه یه همچین اشکالی باشه و ما به کامپیوتری زنگ میزنیم که ایشون اونجا نیست، یه جای دیگه است. روزگار غریبی شده، این همه وسایل ارتباط و ما و شما از هم هی دور و دور و دورتر میشه. خب یک عکسی رو آقای حمید سلیمانی گذاشته بود روی فیسبوکش و نوشته بود، این رو قبلا هم نشون دادم من، عکس رضا شاه که نوشته بود که آگهی استخدام، یک آقایی میخوایم مثل رضا شاه چنین و چنان و اینها. من نخواستم به ایشون بی احترامی کنم و الا میگفتم خب اگر درست میخوان مثل رضا شاه باشه باید برید توی استبل ها و طویله های قزاق ها بگردید تا یه همچین شخصی رو پیدا کنید. بعد بحث میدونید که ایرانی ها وقتی یه چیزی میگن حاضر نیستن عوض بشن و میگن مرغ یه پا داره حرف مرد یکیه و همین. آقای شهافر ما ویدیوی شما رو نداریم قربون، صدای ما رو میشنوید؟ صدای شما رو من میشنوم، شما چی؟ صدای شما رو داریم ولی ویدیوتون رو نداریم. چرا نداریم؟ آها از بدید، باید لابد روشن کنید. بله چون شما اونجا میدونم. بله بله خیلی ممنون، فقط یک کمی یا دورتر بشینید یا سر دوربین رو ببرید پایین تر تا ما بعدش بیشتر شما رو یک کمی دیگه پایین تر لطفا. بله بله همینجا خوبه، مرسی. دوستان عزیز حتما قبلا برنامه های آقای شهافر رو از تلویزیون مردم دیدید، از وبسایت خودشون تماشا کردید، با ایشون آشنا هستید، ولی امروز خوشحالم که فرصتی پیش آمد که بریم و
با ایشون باشیم. از استرالیا اول تشکر کنم که دعوت ما را قبول کردن این موقع صبح. دوم درباره کنگره‌ای که ایشون شرکت کردن صحبت کنن تا من اون دعوای خصوصی رو که با ایشون دارم مطرح کنم که چرا وقتی آمدن اینجا به ما سر نزدند و حتی خودشون گفتن که 7 روز اینجا هتل گرفته بودن ولی به نظر میرسه 1 روزه یا 2 روزه برگشتن. آقای شعافر خیلی خوش آمدید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. بفرمایید که از استرالیا اوضاع و احوال شما چگونه است و با این انتخابات شما به اصطلاح چه نظری دارید و یکی دیگه در رابطه با کنگره و قانون اساسی و اینها چه گزارشی میتونید به دوستان بدید؟ آیا امیدی یا نوری در انتهای این تونل هست یا ناامید که نمیشیم ولی خب میخوایم از زبون شما بشنویم. بفرمایید. با درود به شما و بینندگانتون، در رابطه با انتخابات باید بگم که یه خورده توهین‌آمیز ممکنه باشه ولی نشون دادن اونهایی که رأی دادن، البته میلیون ها نفر تحریم رو پذیرفتند و از خونه هاشون نیومدن بیرون، ولی میلیون ها نفر دیگه رفتن. از جمله من دیدم آقای فرخ نگهدار، مثل این که رهبر فدایان خلق بود یا هست، در لندن با خانمش رأی میده و افراد دیگه، و حتی انگشتاشونو که جوهر خورده بود بعضیا نشون میدادن، مخصوصا دخترها و زنا. این نشون میده که شعور سیاسی مردم نه تنها بالا نرفته بلکه در حد سال 57 باقی مونده. اون موقع هم اشتباه کردن یه دز. البته من معتقدم نظرها متفاوته، حتی خود اون خائن درجه یک آقای پسر و تیمساری که کودساکه از زاهدی، اردشیر زاهدی رو من صدای من میاد؟ بله بله. اردشیر زاهدی هم گفت این انقلاب مردمی بود، ما بد کردیم، اله کردیم، بله کردیم. بله، شما با اون کودتای ننگین 28 مرداد که عامل آمریکا و انگلیس شدیم بد کردیم به مردم، و مردم اصلا این انقلاب سیاه 57 از ریشه در کودتای 28 مرداد داره. از اونجا بود که مردم منتظر بودن قیام بکنن، چون مصدق رهبر ملی مردم بود، رهبر انتخابی مردم بود، اختیار تام داده بودن بهش، میتونست مجلس رو منحل بکنه، میتونست تصمیم بگیره به جای تمام ملت. بنابراین این انقلاب نبود، توطئه بود، و از اونجا ریشه گرفت. بعد در سال 1342 انگلیس اومد در مقابل این هیجان ملی. و صدا چرا اینجوری میشه؟ شما میتونید صدای اسپیکرتون رو کم کنید، اینجا ما مشکلی نداریم، صدای شما میاد، هیچ انعکاسی هم نداره. پس من آقای شعافر، اگر تلویزیون مردم رو دارید تماشا میکنید اونو باید ببندید، اگر اون قسمت لایوش رو زنده نگه داشتید، چون اون با چند ثانیه تأخیر میاد باعث میشه که شما به اصطلاح اینجوری دوبار بشنوید حرف. من فقط یه صفحه سیاه میبینم بالاشم نوشته ادورتیزمنت. بله، اگه اون هیچ مسئله نیست، ولی فکر کردم شاید دارید مردم تیوی رو از فیسبوک یا از چیز نگاه. ببندید، چیزای دیگر اگه ببندید راحت تر، اگه باز هست، اگه نیست که ادامه بدید.
ولی آقای شاهفر، شما با آقای زاهدی اینجوری میگید، خب خود شاه هم گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم. یعنی انقلاب به نظر میرسه که در اون زمان یه چیزی بوده که باید به وقوع میپیوست. ضمناً شما الان گفتید که مردم نشون دادن که اونایی که رأی دادن شعورشون اندازه مردم سال 1357. این یک کمی ضد و نقیض هست با اونایی که باور دارن رضا شاه و فرزندش توی 57 سال مردم ایران رو از نمیدونم یه عده شپشو و گدا و فقیر بردن به تمدن بزرگ. اگر شما باور دارید 1357 مردم ایران فهم و شعور نداشتن، خب این که نشون میده 57 سال حکومت دو پهلوی کاری انجام نداده تو قرن 20. خب من میتونم توضیح بدم. بفرم. اولا من خودم ترکم، آذریم و قاجاریم، حکومت ترکا بودند. بنابراین اگر تعصبی داشته باشم نسبت به مسائل، باید طرف قاجاریه رو بگیرم، بخصوص که رضا شاه بزرگ سرکوب کرد فرهنگ های ملیت های اصیل ایرانی رو، از جمله ملیت آذری. ولی ما اگه وسیع‌تر نگاه بکنیم، این نظر منه، بله، باید من اینو خطاب به ملیگراهایی میگم که وابسته به ملیت‌های مختلف ایرانی هستند، مثلا آذری‌ها، مثلا کردها، مثلا لورها، مثلا عرب‌ها، ترکمن‌ها و امثال‌ها. شخصیت رضا شاه، رضا شاه بزرگترین خدمتگزار به معاصر بود، یعنی از امیر کبیرم بالاتر بود. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی اوضاع مملکت به هم میریزه، حرف رو میاره. من معذرت میخوام راجع به دیکتاتورشیپ رضا شاه اول بگم. در روم قدیم یه امپراتوری بزرگی بود دیگه، همه اون میدونی. وقتی اوضاع امپراتوری به هم میریخت، مجلس سنا میومد یه سردار دانا، توانا و هوشیار رو انتخاب میکرد از بین سرداران، چون سرداران دانا و توانا فراوان داشتن، و از بین اونا بهترین ها رو انتخاب میکردن، اسمشو میگذاشتن دیکتاتور. پس دیکتاتورشیپ یه چیز مثبتیه اگه در راه مثبت به کار بره. این دیکتاتور مجلس سنا را هم زیر سلطه خود داشت با اختیاراتی که بهش داده بودن، همون کاری که ملت ما یا ملل متحد ما به مصدق کبیر دادن این اختیاراتو. حالا مسائل فرق میکنه، من هرچی به ذهنم میرسه در مورد اون توضیح میدم. میریم جلو تا هرچه سوال داری من جواب خواهم داد. بنابراین رضا شاه از اون دیکتاتورهای رومی بود که مجلس سنا بهش اختیارات دادن. درسته کودتا کرد، ولی شما و من و دیگران هم اگه دیدیم مملکتمون، میهنمون، ملتمون دوچار آشفتگی شده، از جانب اومدن از هر طرف واردش میکنن، دیگه بارش میکنن، هر کسی وظیفه داره، از جمله در این برهه بخصوص جمهوری اسلامی. آقای شاهفر، چون قرارمون امروز این بود که مصاحبه داشته باشیم، ببینید خب همینو الان آخوندام استفاده میکنن، میگن ما مثل پدر خانواده که ممکنه یه چیزایی رو بگه که فرزندانش ناراحت باشن و دلخور باشن، ولی بعدن متوجه میشه که این کارها به نفعش بوده. بله ما هم دیکتاتور هستیم، ولی دیکتاتور هستیم در جهت خوبی و بهبودی شما. ببینید وقتی شما میگید رضا شاه و فوری مقایسه میکنید دیکتاتورشیپی ایشون رو
با کشورهای اروپایی که میمدن در موقع آشوب و اینها یک کسی رو به نام دیکتاتور اونم مجلس سنا انتخاب میکرده، این یه مقداری ببخشید میگن این مقداری سفسطه و مغلطه و اینها میشه و مسئله هست. میگن مثلا باز پرواز میکند، در باز است پس در هم پرواز میکند، این چیزای اینجوری میگن. ببینید رضا شاه شاهی بوده که قسم خورده به قانون مشروطه. شما به من بگو قانون مشروطه ایران رو دو تا پادشاه اسم ببرید که زیر پا گذاشت. قانون مشروطه ایران رو اگه بخوام بگم باید زیر پا میذاشت، برای اینکه انقلاب، اولا پدر من همرزم ستارخان بود، بهش میگفتن حسن انجمن، یعنی انجمن، انجمنی که به اصطلاح مجاهدین جمع می شدن از جمله ستارخان، اینا پدر منم جزشون بود. پدر بزرگم مستبد بود، حاکم شهر تبریز بود و مخالف مشروطیت بود، طرفدار قاجاریه بود و سلطنت بود و استبداد بود و هرچی بود، آدم فاسدی هم بود پدر بزرگ من، با اینکه حاکم شهر تبریز بود فقط زنباره بود و حالا کاری نداریم. چون من انتقاد از خود منم اگه کسی بکنه حقیقت باشه میگم درست میگه، من این ایرادو دارم. بنابراین این مشروطیتو من بیشتر از بسیاری از ایرونی ها میدونم، چون هم شنیدم تمام این جریانات از پدرم و هم خوندم، یعنی میتونم بگم حدود 50 جلد من کتاب شاید بیشتر خوندم از افراد متفاوت. مشروطیت این زمان 57 یا دهه 50 یه نارضایتی هایی در جامعه بود و میخواستن تحول ایجاد بکنن، از جمله روشنفکران، بخصوص عوامل انگلیس مثل تغییرزاده. تغییرزاده همشهری من بود، آخوند بود و لباساشو کند و رفت آلمان و یه زن آلمانی هم گرفت و در اختیار آمریکا انگلیسی ها بود و این مشروطه را راه انداخت. نه تنها اون، افراد دیگه اصلا از زمانهای قدیم قبل از ایشون، یعنی مردم میخواستن یه تحولات ایجاد بشه، به خصوص اونایی که خارج دیده بودن، اروپا رو دیده بودن، اینا میخواستن یه کاری بکنن. منتها شهرداران باهوش آینده نگر وقتی میبینن یه سیلی میخواد بیاد، شهر در دامنه یه کوه بزرگی هست، پیشبینی میکنن که این سیل وحشتناک اگه یه روز بیاد شهر رو نابود خواهد کرد، میان یه کانالیزه میکنن، یکی دو تا کانال از این ور شهر از اون ور شهر میزنن که اگه یه روزی طوفان نوحی به وجود اومد این آبها از اون کانالها بره خارج از شهر و شهر رو آسیب نرسونه. انگلیس اومد این کار کرد، دید مردم ناراضی هن از حکومت قاجاریه و استبداد و غیره و زالک و آشنا شدن با تمدن اروپایی، قیام خواهن کرد. اومد اینو مهندسی کرد، سرپرستی کرد، کارگردانی کرد، سیناریو نوشت براش، حتی در سفارتخانه های خودش و کنسولگری هاش که در شهرهای عمده مثل تبریز و شیراز و نمیدونم مشهد و این ور اون ور داشتن، در تهران هم سفارتخونه بزرگی داشت، هم هنوزم داره، هم باغ گلهک داشت. در تمام اینها یک سال مونده به مشروطیت، یک سال، در کتاب کسروی هم اینو نوشته، پدر من هم صحبتشو کرده، بنایی که در کنسولگری تبریز کار میکرد الان پسرش در سیدنیه، به هر حال اجاق درست میکردن، چادر میزدن، نمیدونم توالت درست میکردن، حمام درست میکردن در محبته باز سفارت انگلیس و کنسولگری ها. هنوز از انقلاب خبری نیست. یک سال بعد از بازار بسیار کوتاه شیشه‌گرخانه تبریز انقلاب جرف بزد، 4 نفر همه به دست اومدن گفتن بازار رو ببندین و دکونداران معمولا میترسن که اموالشون غارت نشه، اینا بلافاصله میبندن و بستن.
از اونجا رفتم به بازارهای دیگه مثل بازار امیر و اینا، انقلاب اینجوری شروع شد. ولی پدر من و ستارخان از انجمنی به نام انجمن غیبی دستور می گرفتن. عید 57 که بی بی سی می گفت فردا قرار فلانجا جمع بشن، این انجمن غیبی دو تا خونه بود، یکیشو دایی من بعدا خرید، من اونجا رو قشنگ دیدم زیر زمینش رو چجوری به هم دیگه این دو طرف خیابون راه داشتن. اینا در خونه که دایی من خرید جمع می شدن، وقتی مامورین دولت می اومد از اون زیر می رفت، از اون یکی خونه از یه میدان ورجینا می در می بودن بیرون و پراکنده می شدن. این انجمن بیبی دستوراتشو از کنسول انگلیس می گرفت در مشروطیت. حتی یه آمریکایی اومد فرستاده بودن، معلم بود نمیدونم باسکرویل نام، که خواست اونم یه سهمی از این انقلاب ببره دخالت بکنه جزء انقلابیون باشه، همونا خودشون گشتن، گفتن که مستبدین گشتن، جنازشون بلند کردن به قول 57 یا این سند جنایت پهلوی است. این چیزا در انقلابات بوده و انقلاب مشروطیت یک انقلاب انگلیسی مثل انقلاب 57 بود که در پشت صحنه با روسا هم هماهنگ کرده بودن بر علیه آمریکا در 57 رو میگم ها، که آمریکا رو از ایران بیرون کنن، چون اون اومده بود با یک کوتا منافع انگلیس رو غصب کرده بود و کنسرسیوم رو تحمیل کرده بود نفت و 40% هم اون ببره. به هر حال بس انقلاب مشروطیت یه انقلاب انگلیسی بود و عوامل انگلیس بودن که ظاهراً از روی قانون اساسی بلژیک یه قانون اساسی درست کردن، در صورتی که عوامل انگلیس اونجا بودن، به خصوص وقتی متمم قانون اساسی رو اینا تنظیم کردن اضافه کردن بهش، مثل جمهوری اسلامی دیگه قانون اساسی رو چند بار عوض کرد، همون کار رو اون موقع هم کردن. یعنی این همه مردم کشته شدن در انقلاب مشروطیت، چه از این ور چه از اون ور، مجلس به وجود اومد، خانه ملت اسمش بود. این خانه ملت باید قانون وضع میکرد، ولی اوردن حد اقل 5 تا مجتهد، یعنی بیشتر هم میتونه باشه. خب این خانه ملت رو که آقای رضاخان میگفت طویله، طویله میگفت به خاطر اینکه عوامل انگلیس اونجا بودن مثل مدرس آقای شافق، خود ایشون عامل انگلیس بوده، خود ایشون رو انگلیس سر کار گذاشته. بسیار خب من برسم بهش. بله، پس بنابراین اون انقلاب اون گشته شده، اون همه اونا نتیجهش یه قانون اساسی بود و یه مجلس. این مجلس تو با متمم قانون اساسی دادن دست 5 تا مجتهد، مجتهدین شیعه عوامل انگلیس هستن، اکثرا استثناءن شما میتونید پیدا بکنید کسایی که آیت الله سیستانی چند یکی دو سال پیش در ماجرای عراق وقتی مریض شد از لندن سر در آورد، این به خاطر معالجه نبود، به خاطر دستوراتی که باید بگیره. همه این آیت الله پسر رفسنجان فرار کرد کجا سر در آورد؟ لندن بود دیگه، دوباره برگردوندن بعدا. اینا شیعه ها توسط انگلیس اصلا اونقدر حرف دارن برای گفتن که تداخل میکنه. خب حالا صبر کنید دوستان، اتفاقا آقای شهافر دوستان نوشتن یه وقت تموم نشه، آقای شهافر هنوز از امیر عباس فخرآور حرفی نزده. من یه سوال از شما میکنم، شما اگر میخواستین نوبت ما الان چند ساله، شاید ما با هم دیگه دوستیم، آشنا هستیم و همکاری میکنیم اینا، شما همیشه گفتین که به رضا شاه و محمد رضا شاه بد گفتین،
و من گفت و گفتین که آقا کسی میخواد از ایشون دفاع کنه مهمون من باشه. آخه یه جایی به خصوص امروز قراره درباره کنگره صحبت کنیم. آقای شهافت ببینید، من اولا درباره اینها بد نگفتم، من اون قسمت تاریخ که حقیقت هست و شاه اللهی ها یا طرفداران پادشاهی نمیگن، من اونا رو میگم. شما به من بگو من چه چیز بدی گفتم؟ آیا اینکه ایشون قزاق بوده و در استبل قزاقا کار میکرده بده؟ اینکه باید افتخار کنه. آیا اینکه ایشون قلدر بوده و دیکتاتور بوده بده؟ امروز که شما تازه به دیکتاتور بودن این افتخار میکنید، من خیلی خوشحالم آفتاب آمد دلیل آفتاب، تازه شما آمدید حرفایی رو که من زدم سهه گذاشتید. ولی صحبت اینه که همون طبق معمول هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، این بحث رو به خاطر اینکه شما هفته پیش اینجا بودید در رابطه با کنگره و من به بینندگان قول داده بودم که آقای شهافر میان اینجا یه مصاحبه خواهیم داشت و شما برگشتید اونجا و نشد این برنامه، این رو اختصاص بدیم به این کنگره. اولا دو سه تا سوال بس یه فرصت دیگه بدیم. بله حتما، من از حتما. شاهان خدمتگزار حتما. اولا من خودمو معرفی بکنم. بله. به شما و به بیننده ها و شنونده ها، من رهبر سیاسی من مصدق کبیره که کمر انگلیس رو شکست و نفتمون رو ملی کرد و با کودتای آمریکایی تمام اون زحماتش هدر رفت، هدر نرفت البته، یه مقدار ما تونستیم حقوق خودمون رو احقاق بکنیم، ولی با تحمیل کنسرسیوم هدر رفت در حقیقت. و شاه خدمتگزار ما محمد رضا شاه تاج و تخت و مملکت و میهن و همه چیش از دست داد و ما به این آوارگی دوچار شدیم به خاطر عدم امضای تمدید قرارداد کنسرسیوم بود. الان من هیچ وقت نمیبینم که کسی به این موضوع توجه بکنه که انقلاب نبود. اونا میگفتن آقا ویدیوش هست، آقای شهافر آقا ویدیوش هست که میگه من سال 79 اینو تمدید نمی کنم و خیلی هم باور دارن که خب این کار اشتباهی بود که ایشون آمد اینجوری علنی اعلام کرد، چون خیلی از سیاست ها هست که نباید علنی گفته بشه. حتی من مثال زدم، آخوندها تا حالا دو سه بار گفتن از اول انقلاب تا حالا ما کمبود مواد غذایی و تقریبا قحطی داشتیم، ولی اگر اعلام کرده بودیم مردم همدیگر رو می‌خوردن، ولی ما با سیاست اومدیم کوپن درست کردیم، دروغ گفتیم حتی به مردم و اینا رو نگه داشتیم. و در یعنی تایید گفتای شما، بله خیلی ها باور دارن شاه چون آمد عملا گفت ما چند سال دیگه این قرارداد که تموم بشه امضا نخواهیم کرد، اونا هم گفتن خب مثل هم آقای ترامپ که اف بی آی گفت که من دست از سر این آقای فلین بر نمیدارم فایرش کرد، اونا هم گفتن خب پس ما شاه رو میزنیم با تیشه‌ای که خودشون بلد بودن به ریشش. حالا شما اون برنامه‌ای که در رابطه با دو پادشاه پهلوی است، من به شما قول میدم یه برنامه‌ای داشته باشیم. خیلی ممنونم که شما قبول کردید صبح به این زودی با ما باشید. از این سفرتون به واشنگتن بگین، اول از شروع اسم و دعوتنامه. اگر شما این کنفرانس رو قرار بود برقرار می‌کردید و برپا می‌کردید، چه اسمی براش می‌ذاشتید؟ می‌ذاشتید کنگره ملی یا می‌ذاشتید دیدار دوستان یا میذاشتید کنفرانس؟ از اینجا شروع کنیم، بعد از اینکه چگونه از شما دعوت کردن، آیا شما قبلا با آقای فخرآور صحبتی داشتید، به اصطلاح گفت و شنودی داشتید، همدیگر رو میشناختید، یه مقداری برای ما اینو باز کنید لطفا. عرض به حضور، همونطوری که در مورد رضا شاه گفتم، در مورد خودم هم شما هم باید بگم، من و شما الان میبینیم که میهنمون در چه ورطه‌ای دست و پا میزنه ملتمون. جوان ها دست دسته اعدام میشن، 38 ساله شأن انسانیشون از بین رفته، شلاق زدن در خیابونا مردم و جوان ها رو به خاطر چی؟ آبجو خورده مثلا. ما وظیفه داریم که هر جنبشی، هر جایی اتفاقی میخواد بیفته، با هوشیاری تمام، برای اینکه سرمون دوباره کلاه نره،
مثلا جنبش سبز 88 رو من جنبش انگلیسی میدونم. چرا؟ به خاطر اینکه دارم مقدمه میچینم میام به این کنفرانس ها. برای اینکه رهبران این جنبش مگه موسوی و کروبی نبودن؟ کروبی میگفت دوران طلایی امام، پس اگه روی کار میومد با این جنبش میخواست دوران خمینی رو احیا بکنه. موسوی هم از این حرفا میزد. الان مخالف آقای خامنه‌ای، آقای رئیس جمهوری که شد، حسن فریدون که این دیسال گفتن اسمتو عوض کن روحانی بکن تا احترام بیشتری داشته باشی و اینا. این آقا الان بعد از انتخابات چی گفت؟ گفت انتخابات در حقیقت مردم رأی دادن به رهبر، رأی دادن به پاسدارا، رأی دادن به بسیجیا. یعنی نظام سر جاشه و این مردمی که رأی دادن در حقیقت آلت دست بودن. اگه شعور سیاسی داشتن خودشونو میکشیدن کنار، فقط اون تعدادی که عوامل رژیم میرفت شد و بعد دنیا هم میفهمید و خبرنگارا هم فیلم برداری میکردن که خیابونا خلوت، فقط عوامل رژیم اومدن چند میلیون و رأی میدن. بنابراین وقتی این اتفاق افتاد، دعوتنامه از شخصی به نام ترنت فرانکس، عضو کنگره آمریکا، بعدم من تحقیقی که کردم در آمریکا ایشون یا عضو یا رئیس کمیته امور خارجی کنگره هست. بنابراین ایشون در دعوت نامش منو که دعوت کرده بود و من قبول کردم، اطلاع دادم که خواهم اومد و شرکت خواهم کرد. چرا؟ به خاطر که من یه جورنالیستم، من مجله آزاداندیشان رو از 2001 منتشر میکنم. در کلاس دهم بودم من در مجله تبریز که یکی از مشروطه خواهان به نام آقای فشنچی از اون زمان منتشر میکرد، جوانترین عضو هیئت تحریریه بودم. بنابراین با دیده جورنالیستی خواستم برم اونجا ببینم چه خبره، چون کنفرانس اول نبود، دوم نبود، سوم نبود، چهارم بود و به خاطر همین رفتم. وظیفه داشتم به خصوص که حقوقدانم و موشکافی میکنم حرف حرف قانون اساسی را. این یک. دوم این که پیشنویس قانون اساسیه، نه قانون اساسی که تحمیل کنم به مردم. این پیشنویس دائما در حال تحول میتونه باشه، تغییر و تحولات درش صورت بگیره، عقاید و نظرات مردم رو بخوان. و قبل از اینکه برم در فیسبوک خودتون شاهدین دیگه. بله بله. خب سوال اینه که شما آیا نباید از ایشون سوال میکردی؟ اولا شما آمدید دیدید توی اون اتاق حاضر شدید، صحبت از کنگره آمریکا نبود، صحبت از یه اتاقی یکی از سالن‌های کنگره بود. ضمناً وقتی میگیم کمیته، بذارید برای دوستان توضیح بدیم. اینجا داریم مثلا کمیته بودجه فلان، کمیته بررسی فلان، کمیته انتخابات، کمیته این. شما نباید از این آقای آمریکایی میپرسیدید آقا چرا پیشنویس قانون اساسی ایران باید در مجلس آمریکا برقرار بشه؟ کدام کشور تا حالا این کارو کرده؟ بسیار خوب جوابش رو من میدم. اولا این آقایی که منو دعوت کرده بود اونجا اومد تو سالن صحبتم کرد و همه باهاش عکس هم گرفتن اینا. من یکی نه صحبت کردم نه عکس گرفتم نه خودمو نشون دادم، به خاطر اینکه نمیخوام من رول چلپی‌ها رو بازی بکنم. خیلی خوشم اومد اون موقع که آمریکایی‌ها دعوت کردن از سران مخالفین عراق، این آقای بارزانی نرفت، همه رفتن جز بارزانی. المالکی نمیدونم چلپی اون یکی، این یکی ها که خارج هم بودن اینا و حتی از داخل عراق رفت. من حتی عکسم نگرفتم، صحبتم نکردم باش. ولی اونجا یه عامل CIA بود، یه خانومی بود، با اون صحبت کردم. و قبل از این که برم اولا نظر دوستان فیسبوکیمو خواسته بودم و یه تعداد زیادی
خواسته هاشون رو نوشته بودن، همه هم خوندن در فیسبوک دیدن و من اونها رو عیناً کپی کردم به صورت چند برگ پشت سر هم قرار دادم، به اضافه نظریات و پیشنهادات خودم بردم اونجا تحویل آقای فخرآور دادم، برای اینکه نمایندگی داشتم از اون دوستان که خواسته هاشون رو به گوش دستاندرکاران برسونم و رسوندم و تحویل دادم. ولی این قانون اساسی، پیشنویس قانون اساسی، همیشه ما باید حقیقت رو بگیم و تمام حقیقت رو بگیم. شما اگه بگین لا اله میگن میگه خدا نیست، کافره، نمیدونم خدا، ولی پشت سرش الا اللهش هم بگین، اون وقت است که یه رسانه مثل شما کار درست انجام داده. در مورد کنگره آمریکا و اتاق آمریکا من توضیح بدم، چون خواهش میکنم یکی یکی سوال بکنید که من فراموش نکنم، چند تا سوال با هم جواب بدم ممکنه یکیشو فراموش بکنم. در مورد کنگره آمریکا و اتاقی که شما میگید، روم میگم بله، ولی سالونه کنگره آمریکا، اون گنبد و بارگاهی که شما اونجا میبینین در واشنگتن نیست. دست چپش هم ساختمان‌های بسیار بزرگی هستن که مجموعه اونها کنگره آمریکاست. یعنی یه سالن بزرگ برای اعضای کنگره است، اونجا میرن جلسه تشکیل میدن. سالن‌های کنفرانس‌های خودشون و دیگران که من خودم هم دیدم، اونقدر کنفرانس تشکیل شده بود همون روز 18 می که رستوران وقتی رفتیم نهار بخوریم، البته از جیب خودمون، هیچ یه سنت نه اونها به من دادن از بابت هواپیما و هتل و نمیدونم. هر روز همینه آقای شافر، همه چی از جیب خودم بود. هر روز توی واشنگتن مملکتم ملتم بله باید این خرج رو میکردم. ولی شما یک نکته رو گفتید که من فکر میکنم دلیلی که شما زود برگشتید این بود. شما گفتید من برگشتم، من یه هفته رو اونجا بودم. خب شما کم محبتی کردید. ببینید آقای شافر، من نوشته رو اینجا دارم، شما روز بعدش نوشته رو داریم، ولی اجازه دو تا نوشته گذاشتیم وسطش، اون حرفی که خودتون زدین اونو نذاشتیم. آقا منو نه هست شما من گفتین عزیز من موجوده آقای شافر موجوده. شما همون روزی که قرار بوده من تو برنامه‌م گفتم، شما نوشتید من میرم از استرالیا گزارش میدم، بعد من نوشتم بله خب دیگه حقایقو گفتم باید دیگه بس من الان نشون میدم پیاممونو، دوباره نشون میدم، بفرمایید بله وسطاشم نشون میدین. شما من از شما بپرسم، بفرمایید. من گفتم میام اونجا، بله شما هم گفتین ویلکام فلان. بعد رسیدم اونجا تو هواپیما سرما خوردم، یه روز استراحت کردم، بعدن به شما اطلاع دادم که من در واشنگتن هستم. بله. وقتی من در واشنگتن هستم پول هتل رو برای یه هفته دادم، نمیخوام بیام خونه شما، ولی شما میتونین بیان در لابی هتل همدیگه رو ببینیم، بخصوص که ویرجینیا و واشنگتن 10 دقیقه برای شما راهه. خب همینجا صبر کنید، اجازه بدید من از شما بپرسم. من اگر شما سیدنی هستید تو استرالیا، چه شهریش هستید؟ سیدنی است. من اگر بیام سیدنی، اولین کاری که میکنم اگر رفتم هتل شرایتون، وقتی خستگیم در رفت و نشستم، برای شما مینویسم که آقای شهافر من در هتل شرایتون هستم، اتاق 132 و منتظر شما. شما به من قرار گذاشتی که بری کنفرانس، منم نوشتم که اوکی ویلکام، شما گفتی از کنفرانس که بیام خبر میدم. ما دیگه اینجا نشستیم، حالا نه. شما سرما خوردی، خسته بودی، اینا من نوشته رو نشونتون میدم بابا. اینا من نوشت بابا، منم دارم. خب باشه، بیارید نوشته رو نگاه کنیم، بیارید نوشته رو نگاه کنیم. نوشته رو نگاه کردم، عکسم گرفتم. بله. عرض به حضور، من به شما گفتم من الان در واشنگتن هستم. بله. و شما گفتین که keep posting، یعنی نمیخواید منو ببینید، فقط با پست فیسبوک. آقا پس شما ببینید انگلیسی استرالیا با انگلیسی آمریکایی‌ها فرق میکنه. کیپ پستینگ یعنی من رو در جریان قرار بدید. کیپ پستینگ.
نه که پست فیسبوک داشتم شما بگین که خیلی خوب پس حالا من اومدم شما رو ببینم. نه آقا شما وقتی اجازه بدید آقای شهاب اجازه بدید نه وقتی شما آمدی توی کنفرانسی هستی تلفن خاموش ممکنه باشه اینها وقت من شماره تلفن شما رو تو آمریکا ندارم شما نوشتید آمدم نوشتم خوش آمدید نوشتید میرم کنفرانس گفتم اوکی پس به من این آقا شما به 10 نفر که تو آمریکا زندگی از جمله همین آقای امیر فخرآور بگو که وقتی یه نفر میگه کیپ پستینگ یعنی چی شما میخوای بری یه سالن کرایه کنی طرف میگه که قراره یه نفر دیگه هم اینجا باشه اگه اونا کنسل کنن من به شما خبر میدم شما میگی خیلی ممنون کیپ می پستد او یو نو کیپ پستد این معنیش این نیست که شما برو استرالیا توی این بنویس ضمناً آقای غلام ترشیزی اونجا بود آقای امیرعباس فخرآور اونجا بود کسای دیگه‌ای که منو میشناسن اونجا بودن شما یک کلمه به یکشون میگفتید این سوربی تو کدام سوراخ قایم شده بهتون میگفتن آقا این سوربی توی سوراخ مردم تیویه و بعد شما که میای یا زنگ یا ایمه آقا من آمدم هستم من اون روز تو برنامه هم نشون دادم الانم باز به دوستان نشون میدم و اگر شما اینجوری پیش فکر کردید که کیپ پوستر یعنی برو بعدن پست بذار روی فیسبوک این اختلاف زبان آمریکایی با زبان انگلیسی استرالیاییه ما اینجا وقتی میگیم کیپ می پوستر حالا وقتمون چرا صرف این بود خب حالا بذارید کنفرانس من میخواستم اینو بگم من فکر کردم شما همین که عکس نگرفتید با این و اون فکر کردید که شما را آوردن در یک بازی چلبی درست فکر کردم یا نه خدا نه. وکیلی نه. اینطور نبود بله. من عکسم گرفتم دست بله. جمعه عکسم گرفتیم بله. با خیلی هم عکس گرفتم برای اینکه ایرانی بودن عاشق ایران بودن وقتی این موضوع این نکته رو بگم بهتون همه ما ایرانی هستیم مدعا فکر میکنیم ما میهم پرستیم اونها خائنن نه همه ایرانی هستن روش ها فرق میکنه یکی میبینه این حکومت خوبه مثلا توده ای ها که شما خودتونم فکر میکنم توده ای بودین دیگه نه قولون من اصلا سنم قد نمیده من اصلا نمیشناسم توده ای رو من اطلاعات چندانی ندارم من چپگرا بودین نه قربان والا بلا تا اینجام که ما آمده بودیم نمیدونستیم چپ چیه راست چیه چون شاه یه اشتباه بزرگی که کرد به مردم گفت چپ کمونیسته من آقا اصلا هیچی نبودم چون ما سیاستی نداشتیم کدوم کلاس مدرسه ای ما آمدن این حزبای مختلف رو برای ما باز کردن بله وقتی که دانشجو بودم اون موقع زمان حزب رستاخیز بود گفتن باید اسم بنویسید ما هم ننوشتیم یه مشکل ما با ساواک این بود اولیش و الا ما کدوم مدرسه رفتیم که درس سیاست بهمون بدن درس دینی میدادن درس عربی میدادن درس انقلاب سفید دادن ملت شمایی که همسن من هستید شمایی که 60 سال 61 سالتونه به من بگید در کدام بحث مدرسه به من و شما گفتن برید در حزب این شرکت کنید برید در هیچی نبودیم آمدیم اینجا سیبیل داشتیم گفتن آقا این سیبیل داره کمونیسته سیبیل اونو زدیم گفتن طرفدار رضا پهلویه با خدا باور کنید و من اصلا حزب توده سن من 3 سال بعد از 1332 دنیا اومدم اصلا نه حزب توده ای نه فقط پدرم تعریف میکرد پدرم میگفت صبح مردم میگفتن زنده باد مصدق عصر میگفتن زنده باد شاه اینم تو داستان شیراز من تهران نمیدونم خب این کنگره یعنی چی آقای فخرآور اجازه میدید من در این مورد بفهم این نکته بسیار 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 مهمیه که همه اشتباه میکنن از جمله پدر شما هم این حرفی که زده برداشت اشتباه بوده مردم نبودن که بگن زنده باد شاه صبح بعد از ظهر بگن زنده باد مصدق یا برعکس گروهی از مردم که میتونن میلیون ها باشن میتونن صدها باشن هزارا باشن گروهی از مردم میگفتن زنده باد شاه گروه دیگه میومدن میگفتن زنده باد مصدق اینا رو فکر میکنن همون مردم هن. نه مصدقی ها در روز 28 مرداد من شاهد بودم همه رفتن تو خونه ها قائم شدن چون لات ها ریختن بیرون با زنجیر و چاقو و قمه و فلان این رستاخیز ملی نبود به اضافه ارتش و
تلویزیون ها رو اشغال کردن و اعلامیه پخش کردن و فلان و فلان. من شاهد عینی هستم، تاریخ گویا هستم. ولی شاه خودش دو بار مخالفت کرده بود با این کودتا. حتی در ایتالیا وقتی گفتم بهش اعلیحضرت چی کار میکنن، گفت من میخوام بقیه عمرمو پرورش اسب بدم، علاقمند بود به اسب سواری و این چیزا. ولی خواهرش و این آقای زاهدی بزرگترین خیانت رو به ملت بزرگ ما و یا ملل متحد ما کرد با پدرش و کسایی که شرکت کردن. خود شعبان بیمه برای مصدق سینه میزد وقتی دلارهای آمریکایی دادن برای آیت الله کاشانی نوکر شد و آمریکا اومد ریخ بیرون برای ملت خودش، مملکت خودش. و الا اون موقع ما به دموکراسی رسیده بودیم. دو سال زمان مصدق شما باز رفتی دادن کسی روزنامه رو نمیبست. آقای شاوخر شما باز رفتید 1332 بیاین به هفته. نه منظورم که اجازه بدید بیاین به هفته پیش. اونجا تا باید بدیم که افراد نگن که این ملت بو قلم صفتا صبح میگن زنده باد مصدق بعد از ظهر قبول. حالا من یک شک دیگه، آقا من یک شک دیگه به شما کردم، میتونید اینجا جواب ندید، ولی وجدانن ازتون سوال میکنم. آیا شما در این کنفرانس که شرکت کردید بعد با آقای فخرآور نگفتید قراره برم سوربی رو ببینم؟ فخرآور به شما گفت نرو اونجا؟ الان من دارم نوشته خودم و خودتون نشون میدم، یه دقیقه صبر کنید دوستان، دقت کنید. من نمیبینم آخه اینجا. ببینید من که نمیخوام سانسور کنم که بعد شما نه ببینید من نمیبینم. آقا من دارم قسمتی از مسیجمون رو بدون هیچ برشی نشون میدم. May 16 صفحه رو نمیبینم. نه لازم نیست شما ببینید، الان لازم نیست ببینید، توی پیام فیسبوکتونه. بعدن اگر دیدید گفتید سوربی اینجا رو کات کرده اینو گذاشته، منو ببرید دادگاه، شما که قاضی هستید. دوستان آمریکایی، آقای غلام ترشیزی، آقای امیرعباس فخرآور، نگاه کنید May 16 ساعت 10:24 شب آقای شهافر برای من نوشته Hi, I'm in Washington. Tomorrow I will go to conference and let you know what went there. دوستدار شهافر، من صبح 17 May ساعت 9، یعنی آفیس 9 باز میشه، من ساعت 8:59 نگاه کنید دوستان، نوشتم Welcome to DC, keep me posted. به DC خوش آمدید، من رو در جریان قرار بدهید. ساعت 11:35 باز شب آقای شهافر نوشتن که البته این مال ونزدی احتمالاً میشه چندم 17، بله، نوشتن که Hi, done. یعنی کار من تموم شد. I will contact from Sydney to report to public live from MTV. کجاش ایشون گفته آقا من تو واشنگتن تو هتلم، زنگ بزن بیا. و ببینید تو همون ساعت الان که شما اینو گفتی، من باور کرده بودم که شما روز اول برگشتید به هر دلیلی، سرما خوردید خوب نبوده، ولی الان که گفتید 7 روزم اینجا موندید، میتونم بگم 90% مطمئنم که آقای فخرآور شما رو ترسونده که نرو پهلو تلویزیون مردم. و ببینید دوستان اجازه بدید نگاه کنید، من نوشتم که آیتا، ببینید 7:53 صبح روز پنجشنبه نوشتم که من فکر کردم شما اینجا خواهید بود برای few days، برای یه چند روز. اوکی، have a safe trip، یعنی حالا که نیستید مسافرت خوبی داشته باشید. ایشون برای من همون روز ساعت 9:22 ببخشید، من باز براشون نوشتم، با فارسی این بار نوشتم، من دیروز در برنامه گفتم آقای شهافر در واشنگتن است، احتمالاً به ما هم سری میزند. این چه آمدنی بود، چه رفتنی، فکر کنم آنقدر جلسه مسخره بود که فوری برگشتید. سفر خوبی برای شما آرزو میکنم، وقتی رسیدید خبر بدین با هم گپ بزنیم. دوستان میارم اینو بالاتر نگاه کنید، باز آقای شهافر ننوشته من هنوز هم در واشنگتن هستم. میبینید دوستان بله، بعد تا یه شنبه نوشتید و این موجوده، نه کسی میتونه ازش چیزی برداره نه کسی میتونه چیزی بذاره. من باور دارم
شما تو اون جلسه که شرکت کردید با اون جو آدمایی که اونجا بوده، وقتی شما بهشون گفتید من قرار سور بیرم ببینم، چون فخرآور دروغگو در برنامه دروغشو گرفتن، مچش رو باز کردن و از همین منزل من با دوست دخترش پا به فرار گذاشت، شما را منصرف کرده. و شما، من انتظار داشتم آدمی که اینقدر رک هست به من بگه سوربی من آمدم تو واشنگتنم ولی برنامه های زیادی دارم و نمیتونم با شما باشم. و چقدر خوشحالم که این مصاحبه امروز انجام شد که شما به من بگی، که چون امروز برای اولین بار شما به من گفتید نه من یه هفته رو موندم، چون قبلا میگفتید که من 7 روز هتل داشتم ولی برگشتم. ببینید آقای شافر، اینجوریه که وقتی یه چیزی رو میگیم، من خیلی خوشحالم که نصفی صحبتای من و شما با این فیسبوک و نوشته ها هست، چون آمریکایی‌ها وقتی یه چیزی رو میخوان بگن به طرف اطمینان بگن که درسته، میگن we will put it in writing، یعنی ما مینویسیمش. این نوشته ها موجوده، دوستان هم قضاوت کردن. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. بی‌نهایت ممنون. میبینین وقتی شما صحبت میکنین من ساکت میشم که حرفتون رو تمام بکنین و بعد من جواب بدم. شما اون قسمتی که کیپ پوستینگ رو باید روش انگشت بذارین که من میذارم، وقتی من این همه راه و با این ناراحتی اومدم تا واشنگتن رسیدم، شما ماشین دارین، شما راه ها رو میشناسین، من باید با تاکسی این ور اون ور میرفتم و نسبت به حالا کاری نداریم، شما باید بلافاصله میگفتین خیلی خب من رسیدی اونجا وایستا اومدم در لابی هتل مثلا یا در اتاق هتل، من شما رو ببینم بشینیم گپی بزنیم ضبط بکنیم مثلا صحبت های شما رو یا فلان، یا قرار بذاریم بیاییم فلان. شما گفتین انگار نه انگار من اومدم این همه راه و اونجا قرارمونم قبلا این بود که هم دیگه رو ببینیم. آقای شافر عزیز من، ببینید شما به من میگید که ببین من چجوری ساکت میشینم که تو حرف بزنی، ولی حرف تو که تموم شد، برای اینی که من آخر حرفم میگم میکروفون در اختیار شما، شما بفرمایید. ولی اگه من صحبت نکنم، شما تا فردا ما رو ببرید هی 32، هی رضا شاه، هی اینا خوب بودن، هی برمیگردونید. عزیز دل من، من یه سوال از شما دارم. شما اگه بگی عروسی دختر خواهرم هست، من دارم میام نیویورک، من به شما میگم مبارکه، وقتی آمدید خوشحال میشم شما رو ببینم، شما هستید که وقتی عروسی انجام شد بعد باید به من زنگ بزنید سوربی عروسی انجام شد، آقای فخرآور شد داماد، قراره نمیدونم بره بشه رئیس سنای ایران، حالا من میام شما رو ببینم. شما مهمان آقای فخرآور بودید، اولا اینا کلا سر شما گذاشتن، شما رو باید بهترین هتل درجه 1 نه موتل، شما رو باید با لیموزین از فرودگاه می بردن، شما رو باید بلیت فرست کلاس، ببخشید اینو میگم، شما خودتون رو ارزون فروختید به اینها. و وقتی من گفتم که ای کیپ می پوستد، شما میگم از آقا غلام ترشیزی انگلیسیش خیلی از من بهتره، از غلام سوال کنید اینو نشون بدید منظور سوربی چی بوده. میگم از خود همین امیرعباس فخرآور شارلاتان سوال کنید. وقتی من میگم عباس فخرآور وقتی میری دانشگاه فردا بعد که کلاس تموم شد کیپ میپسته، اون 11 میاد، 2 میاد، من که هی زنگ نمیزنم آقا تموم شد، آقا تموم شد، وقتی اون تموم شد به من زنگ میزنه. از 10 نفر دیگه هم که تو آمریکا هستن سوال کنید و بگید. و بعدش وقتی من تازه گفتم آقا ای بابا من دیروز تو برنامه گفتم شما با ما خواهید بود، شما به من نمیگید من هنوز اینجا هستم، شما باز یه جوری تظاهر میکنید که یعنی من رفتم و استرالیا هستم. حتی درباره موتل گفتید با وجودی که 7 روز پول هتل دادم ولی دارم میرم، که من گفتم بنده خدا چه بلایی سرش آوردن توی این کنگره، گفته آقا این مسخره بازی بود ول کرده. در صورت گذشته ها گذشته، حتما من یه برنامه به شما میدم که شما درباره دو پادشاه پهلوی هر چی میخواهد دل تنگت صحبت کنید. و دوستانم روی فیسبوک الان دارن نظراتشون رو مینویسن، شما اگه لطف کنید بعد از این برنامه روی فیسبوک با این دوستان یه مقداری به اصطلاح گفت و شنود داشته باشید، ممنون و متشکرم. باز برگردم سر سوال اولم، آیا سنایی که آقای فخرآور رئیسشه این چیه، کجاست؟
بعد کنگره بین المللی ایرانیان یعنی چی؟ اینو برای من توضیح بده. عرض بوزو برداشت من توضیح کامل در فیسبوک هم گذاشت، کامل یعنی خیلی طولانی، برای اینکه من برای بررسی و سردر آوردن از این کنگره و کنفرانس و نمیدونم دعوت ها و این چیزا بود و خیلی اطلاعات به دست آوردم و به آقای فخرآور شما شارلاتان نگیم، ایشون یه جوونیست با روش خودش، من خودم هم بهشون بدبین بودم وقتی رفیق آیت الله رو خوندم، حتی قراره که در برنامهشون شرکت بکنم و ایشون رو زیر سوال ببرم، ایشون هم قول داده که به سوالات من صادقانه جواب بده، برای اینکه ما نباید سرمون دوباره کلاه بره، همه چی باید با هوشیاری پیش بره. من برای سر در آوردن رفته بودم، گفتم با دیدگاه جورنالیستی باید به همین شکل. آقای شهافر ببینید، اولا من از شما خواهش میکنم، منی که اینجا نشستم و به ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگم شارلاتان، شما به من نگید که به فخرآور چی بگم چی نگم، چون من برای این آزادی، برای این آزادی به اصطلاح سرمایه زندگیمو گذاشتم. ولی از شما یه سوالی میکنم، خیلی ممنونم که شما رفتید به عنوان یه ژورنالیست، یه خبرنگار، یه محقق، ببینید چه خبره. حالا برای ما بگید که چه خبر بود این پیشنویس. اولا من تا حالا سه بار سوال کردم که این اسم کنگره ملی ایرانیان، رئیس سنا آقای فخرآور یعنی چی؟ شما اینو برای من توضیح بدید. دارم میگم. بله. بعدم بگید چه گذشت. شما یه دفعه منو برادر بزرگ خطاب کردین. درسته؟ بله بفهم. برادر بزرگ حق داره به برادر کوچیکش بگه که آقا به عنوان یه مدیر رسانه بهتره که توهین نکنیم، با دلایل و سند و مدرک بگیم این آقای فخرآور خائن مزدور هرچی که هست، ولی منم اگه اطلاعاتی دارم میگم یا تایید میکنم یا دفاع میکنم از ایشون، وظیفمه. به هر حال این کنگره‌ای که من رفتم تحقیق کردم، بررسی کردم، فهمیدم، برداشت کردم، نظر خودمو میگم، یه کنگره است از بدین از سال ایشون، اولا در ایران جزء فعالین دانشجویی بودن آقای فخرآور و میگن زندانم رفتم، یه عده میگن زندان نرفته، نمیدونم فلان، ایشون من صحبت کردم گفتم در قرنطینه عادل آباد بوده، بله، ولی یه عده میگن زندان عادل آباد قرنطینه نداره، اونا بحثایی که من واردش نمیشم، ولی یه فعال دانشجویی بوده مثل آقای باطبی مثلا، حتی دوستم بودن انگار، بله بله. بعد ایشون در زندان حقوق خونده، یعنی یه جوان با استعدادیست. آقا همینجا شما صبر کن، آقا همینجا شما صبر کن، کسی که داشته فوق دیپلم رادیولوژی میگرفته میره زندان عادل آباد شیراز، به قول شما در قرنطینه حقوق میخونه. دوستان توجه کنید، ببینید آقای شهافر که خودش حقوق خونده چیجوری این فخرآور شارلاتان گولش زده. این آقا یه عکسی گرفته با لباس زندانی با آقای باطبی، شما این عکس رو نگاه کن، عکسای خودتونم که با پاپیون به این زیبایی تو مراسم عروسی گرفتید نگاه کنید، ببینید یه زندانی اینجوری وضعش، بعد یه زندانی در زندانی در زندان جمهوری اسلامی اون هم در قرنطینه حقوق خونده. آخه بابا ببینید، به کلاغ گفتن منار، گفت بابا یه چی بگو که بگنجه. این بود که آقای فخرآور از تلویزیون مردم فرار کرد. آقای فرهاد پارسی که خودشم فامیل بختیار هست و همه این زندان مندانا رو بلده، روی برنامه زنده زنگ زد با آقای فخرآور، گفت آقا شما که زندان شیراز بودین کدوم قسمت بودین؟ این گفت من قرنطینه بودم. گفت قرنطینه شو به ما بگو. فخرآور تلفن خاموش کرد، بلند شد رفت. آقای شهافر اگر اسم شما، عکس شما رو تو این جلسات استفاده کردن، با آقای غلام توشیزی هم گفتم، از شماها سوء استفاده کردن، دلیلش این بوده
دیگه اون آقای ترند نمیتونه برای سوربی بنویسه بیا، چون میدونه ما این کثافتا رو میشناسیم اینجا. دست دراز کردن به اون ور کره زمین یه کسی رو که مثل شما پاک دل بوده، خوش نیت بوده، اونو برداشتن با این مکافات که بلیط خودش بده، هتل خودش بگیره، نهار و شام خودش بخوره، بیاد اینجا. و من فکر میکنم به شما کلک زدن، حالا امیدوارم شما خوشحال باشید، ولی ما هنوز از این میتینگ چیز نفهمیدیم. درست موقع انتخابات، دو روز سه روز قبل از انتخابات، اینا یه میتینگی میذارن به نام کنگره ملی ایرانیان در کنگره آمریکا، و رئیس این کنگره، رئیس سنای این کنگره آقای فخرآوره. اولا رئیس سنا یعنی چی؟ شما که خودتون بله بفرمایید. اینا در کنگره ملی ایرانیان که یه تشکیلاتیه دیگه، بله، هر تشکیلاتی هم بخشای متفاوت داره. اونطوری که من فهمیدم این کنگره ملی سه تا بخش داره، یکی سناز، یکی دادبانه، و یکی هم یه اسم دیگه داره نمیدونم، کابینه اجرایی. بنابراین کابینه اجرایی یه بخشه، سنا یه بخششه، و حتی منو دعوت کردن که سناتور بشم اونجا در سنا. من گفتم اول باید اساسنامه رو بخونم، لطفاً اینو برای من بفرستین، هنوز نفرستادن. من از روی اساسنامه میرم جلو، چون هرچی هست اونجاست، مثل قانون اساسی. خیلی خیلی خوشحالم که شما قبول نکردید، ولی بذارید من یه چیزی رو بگم. اون چیزی که شما میگید کاملا درسته، درباره شرکت ها، درباره احزاب، درباره هر مؤسسه ای توی آمریکا. وقتی یه شرکتی درست میکنی، شما اگه خودت تنها باشی مینویسی رئیس سوربی، منشی سوربی، حسابدار سوربی. اگه شما با همسرت باشی مینویسی مثلا رئیس همسر من، معاون خودم، حسابدار همسر من، مثلا اینجوری درست میگی شما از لحاظ قانونی. ولی شما باید بپرسی، شمایی که میخوای من بیام سناتور بشم، این انجمن فلان چند نفر عضو داره و این کجاست؟ دفترش رو من نشون بده، شکلش رو من نشون بده. بذار یه مثالی بزنم، چون وقتمون دیگه گذشت. وقتی که من خواستم تلویزیون مردم رو باز کنم، این آقای شارلاتان دیگه هست به نام که مأمور جمهوری اسلامی بوده، اومده بود اینجا با تلویزیون‌ها مصاحبه کرده بود و اینا، ریش و سیبیل می‌ذاشت که کسی نشناستش، به من گفت آقا تو واقعا شیرازی ساده‌ای هستی. گفتم چرا اینجوری میگی؟ گفت بابا جون یه نواری ضبط کن، به یه نفر $10-$20 بده که وقتی یکی زنگ میزنه این بره رو نوار، یه 10 دقیقه‌ای رو طرف معطلش کنن. می‌خواید با رئیس صحبت کنین، می‌خواید با نمیدونم قسمت فنی صحبت کنین، میخواین آقا این میشه قابلمه لگن 1000 تا یا 100 تا شام و نهار. هیچ، اینها برای فریب دادن افرادی هستن که اینا رو نمیشناسن. و الا اینم انادر حقا بود. حقا میگو من تو 80 تا کمپانی دیرکتور هستم. شما خودتون یه نشریه دارید، یه کاری دارید، دو تا سه تا کار انجام میدید. من دیدم شبا 2 بعد از شب بیدار هستید، بعدم میگید باید برم بخوابم، 5 باید بلند شم. اون وقت اینا چجوری این سازمان ها رو 70-80 تا همه مدیر کلن و نمیدونم رام ایندازن و اینا؟ آقا این یه فریب بیشتر نبود؟ فریبش هم اینه، اینا اسامی شماها رو میبرن. این نمونهش آقای جانکری بود که آقای دکتر آرام حسامی رو از آفیسش کرده بود بیرون. گفت آقا هر روز یه ایرانی میاد یه مشتی اسم و عکس نشون میده، میگه ما اپوزیسیون ایران هستیم، به ما پول بدید، ما میخوام بریم ایران رو آزاد کنیم. گفت ما دیگه بهشون میگیم اوکی از در اونوری برو بیرون، از این ور بیا تو، از اون ور برو بیرون. شما رو آقا فریب دادن. حاضرم توی یه جلسه فخرآور، آقای غلام ترشیزی، هر کسی دیگه‌ای که اونجا باشه بیان بشینید و یه کسی هم اون برنامه رو مدیریت کنه، 2 دقیقه اون صحبت کنه، 2 دقیقه اون صحبت کنه، و بتونیم یه نظم خاصی داشته باشیم. آقای فخرآور دوستان، من با صدای بلند میگم یک شارلاتان، یک کان آرتیست، یه دروغگو، مواظب خودتون باشید که با این آدم آلوده نشید. ضمناً من اگر به کسی میگم شارلاتان، اون جنبه‌های حقوقیش هم میدونم، ایشون حق داره بیاد بنده رو سو کنه، بگه چرا گفت شارلاتان، منو دیفیم کرده.
اون وقت ببینیم کی راست میگه کی دروغ میگه. بر علیهش 30 نفر رو میارم، همون آقای باطبی که شما گفتید، همون دوستانی که ایشون گفته بود من باهاشون زندان بودم که بعد یکی یکی آمدن در کانون دوستداران فرهنگ ایران گفتن این دروغ گفته، برای که بتونه پناهندگی بگیره گفته یه کاغذ تو بنویس، یه گواهی تو بده الی آخر. در هر صورت ما 1 ساعت و 2 دقیقه با شما بودیم، ولی هنوز اون گزارشی که قرار بود از این کنگره شما برای دوستان بدید، روی فیسبوکتونم ندیدم ویدیویی درست کرده باشید درباره این کنگره و اینکه آیا شما امیدی دارید یا نه. البته یه حسن داره، حسنش اینه که من یه بار دیگه شما رو دعوت میکنم، ولی اون بار یه دونه از این بهش اینجا میگن آور گلاس، از این تایم ها هست، ساعتای شیشه‌ای شنی میذاریم، از این وریش میکنیم شما صحبت کن، از اون وریش میکنیم من صحبت کنم، من ساکت میشم، شما 7 دقیقه وقت دارید هر چی دلتون میخواد بگید، اولش هم میتونید با سربی شارلاتان شروع کنید. بفرمایید. آقای سربی شارلاتان نه، آقای سربی مراعات نکن. یعنی من انتظار دارم رسانه بی‌طرف باشه، مؤدبانه صحبت بکنه در مورد افراد و با دلیل و منطق و سند اونا رو رو بکنه اگه شارلاتان هستن. و اما در مورد این که این کنگره آدرس باید داشته باشه نمیدونم فلان، من آدرسشو برای شما میخونم: 1030 خیابان 15 NW سیوت 215B واشنگتن دی سی 2005 USA. این آدرس شونه. و شما رفتید اونجا؟ رفتید اونجا این آدرسه؟ این آدرسه؟ من گفتم من ماشین نداشتم، انتظار داشتم شما بیاییم منو برداریم ببرید. من خودم با ماشین نمیرم آقا، من خودم با ماشین نمیرم آقا شافر، بذارید براتون بگم، شاید اینو بدونید یه وقت یکی دیگه کلا سرتون نذاره. توی انتظار زیادی از شما نداشتم عزیز من. ببینید من و شما روک و راست اگه صحبت میکردیم، من به شما میگفتم با مترو بیاین اینجا، منم با مترو سوار میشدم میام اونجا. اصلا کی واشنگتن ماشین میبره؟ از خود همین فخرآور سوال کنید. من که بلد نبودم اصلا مترو کجاست، ایستگاه کجاست. بله میخوام اینو بهتون بگم، آدرس پستی اینجا دیگه نمینویسن پی او باکس. دلیلش اینه که بعضی وقتا وقتی به یکی پی او باکس میدی فکر میکنه که میخوای کلا سرش بذاری. حالا چه کار کردن؟ یه اتاقی یک جایی اسمش هست بهش میگن این باکس آفیس، اینا رو که گرفته طرف آدرس به اصطلاح فیزیکال آدرس میده بهتون یا پستال آدرس میده مثل همین، ولی وقتی مینیسه سویت 215 یعنی اون سوراخ 215ی که همون پست آفیسه. حالا ممکنه این یه اتاق هم گرفته باشه، آقا توی واشنگتن یه اتاق شما میگیری شیر میکنی $300، هر وقتم خواستی میری مینویسی فلان موقع من میتینگ دارم. وقتی هم یه نفر میاد برید عکسای حخا رو ببینید، حخا این کار کرده بود، بعد مردم که دعوت میکرد میبرد تو اون، ملت هم میرفتن میگو آقا رفتیم توی سالونی 18 تا صندلی فقط اینجا بود. در صورت که اینا $300 شما میدی این اتاق رو با دیگران شیر میکنید و هر کی زودتر اسمشو بنویسه اون اتاق اون روز اون نگه میداره. در هر صورت در این باره بیشتر صحبت میکنیم. در رابطه با اینکه شما میگید رسانه باید بی‌طرف باشه، من بارها توضیح دادم و اصلا انتظار نداشتم شما همچین فکری بکنید. شما رسانه دارید ولی آیا بی‌طرف هستید؟ نیستید. دلیل اینکه من و شما بی‌طرف نیستیم اینه که ما گوینده رادیو تلویزیون که نیستیم، که ما میخوایم نظرات خودمون رو با مردم در میون بذاریم. بنده نظر دارم، نظرم اینه و به دوستانم گفتم نظرات اونها هم خوش آمد. من میخوام صحبت نکنم ولی شما صحبتایی که میکنی من اینجا دلم میسوزه که چجوری گول شما زدن با یه آدرس خیابون 15. حالا ببخشید اینو میگم، شانس آورده آدرس خیابون 14 نگرفته. از فخرآور بپرسید خیابون 14 اینجا یعنی چی. بفهم. خیلی فکر شما چرا فکر میکنین که دیگران از جمله من این چیزایی که گفتین نمیدونن؟ من هم میدونم، تو سیدنی هم از این اتاقا هست، یه ساختمان بسیار شیک بزرگ های رایز و منشی خوشگل. دقیقه.
مبلهای چیدن در لابیش، نمیدونم رسپشنش، و اتاقی هم هست که هر ساعت مثل فاحشه‌خونه ها در اختیار یکیه. همه اینا رو منم میدونم. حالا یه سوال دیگه آقای شهافت، توی این کنگره چند نفر شرکت کرده بودن؟ در کنگره اتفاقا من همینو میخواستم بگم، افرادی رو من انتظار داشتم ببینم، خیلی علاقمند بودم باشون از نزدیک آشنا بشم. یکی آقای پرویز قاضی سعید بود که میدونم ایشونم دعوتنامه دریافت کرده بود، ولی نمیدونم کانفرم کرده بود که خواهم اومد یا نه، ولی یه عده کانفرم کرده بودن و اون گردن آویزی که اسامیشون روش بود روی میز چیده شده بود به صورت منظم، و من وقتی مال خودم رو برمی داشتم بندازم گردنم، اسم آقای آتابای، ضیا آتابای رو دیدم. شما به من بفرمایید تو اون سالن چند نفر بودید کلا؟ حالا همینو میگم، آقای نوری، دکتر نوریزاده رو دیدم، نمیدونم آقای سعد باید میمد، یه عده نتونسته بودن بیان، یه عده نخواسته بودن بیان، بنابراین مجموعه اونها رو من نشمردم، ولی تخمین میزنم که زیر 100 نفر بودن. شما تو اتاق چند نفر اونجا بودن تو اون سالن؟ میگم تخمین زدم زیر 100 نفر. زیر 100 نفر. من از شما بسیار ممنونم و امیدوارم اسامی اینها بیاد و مردم بگن باشون مصاحبه کنن، خود من باشون مصاحبه کنم. ببینید این که آقای ضیا آتابای نیومده، ضیا آتابای 10 بار اومده اینجا و رفته. ضیا آتابای وقتی که برنامه 60 مینیت باهاش مصاحبه گذاشت، فکر کرد که دیگه دنیا فهمیدن و اینم الان میشه رهبر ایران. ضیا آتابای وقتی آمد اینجا میخواست مصاحبه کنه با رضا پهلوی، منو به عنوان فیلمبردار استخدام کردن، $600 پول من رو دزدید و رفت. همین آقای ضیا آتابای که روزی که فهمیدم، بله این ضیا آتابای. آقای قاضی سعید، قاضی سعیدم لابد بعدن یکی مثل من که به شما هشدار دادم مواظب باش این فخرآور چنین و چنانه، ممکنه یه دوستی بهش گفته آقا به بهانه سفر به واشنگتن بلند نشو برو اونجا. حالا تازه من قولتون میدم که اونها انقدر زبلن، حتما پول مسافرت و پول هتل و اینها رو هم گرفتن، شاید پولا رو گرفتند و نیومدن. و آقای دکتر نوریزاده هم که هر روز پاش اینجا. آقای شهافت، من از شما ممنونم، بیشتر ممنونم که شما ساعت 6 صبح حاضر بودید، یعنی احتمالاً 5 بلند شدید و حاضر باشید اینا، و قولی که به شما دادم یک ساعت برنامه، تو اون یک ساعت برنامه من اصلا حرف نمیزنم، شما درباره خوبی های دو پادشاه پهلوی صحبت کنید تا دیگه این فصل 1357 رو ببندیم. امیدوارم به زودی فصل این آخوندها رو هم ببندیم، گفتن تا 1400. ضمناً آقای سهراب چمنارا ایشون هم نوشته که این حتی پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی نبوده، بلکه رسانیدن این پیام به ملت ایران بود که مشکل قانون اساسی است، افراد مهم نیستند، پیام مهم است. شما درباره پیام آور صحبت میکنید. آقای سهراب چمنارا، شما را هم به چالش میطلبم. آقای شهافر، شما هنوز باور دارید که مهم نیست چه کسی چی میگه، مهم اینه که چی میگه؟ اینو باور دارید؟ نه خدا، اتفاقا من معتقدم به هر دو، یعنی هم به شخص هم به هر. خب شما آقای دکتر کاظم رنجبر رو میشناسید؟ نه آقای دکتر کاظم رنجبر فرانسه هستن ایشون. بله من از ایشون یاد گرفتم. باز جا داره تشکر کنم، ایشون یه دفعه به من گفت سوربی دیدم تو برنامه‌هات این رو به عنوان شعار میخونی که مهم نیست چه کسی چه میگوید، مهم این است که چه میگوید. گفت این یک دروغ مطلقه و برای من یه مثالی زد، من الان برای شما اون مثال رو میزنم. اگه شما بخواید یه اتاقی بسازید همین پشت در اونجا که نور الان میاد و دو نفر سه نفر معمار بیان اونجا، اگه یکیش به شما بگه که من $5,000 میگیرم و بهترین قصر رو این پشت میسازم، ولی یکی دیگه بیاد بگه من $10,000 میگیرم و یه اتاق میسازم، شما چه کار میکنی؟ شما میری تحقیق میکنی ببینی کدومش برای چه کسی چی ساخته،
پس میشه مهم اینه که چه کسی به شما میگه من اینو اینجوری میسازم، نه اینکه فقط دقیقاً. اینم صحبت آقای چمنارا. یه مسئله هم بزنم در این مورد. بفرمایید. حضرت محمد میگفت که حق یتیمانو نخورید، مواظبشون باشین، نمیدونم اله بکنین بله بکنین، ولی کار روزانش این بود که صبح پا میشد و میرفت یه قبیله ضعیف و با اون برده هایی که دورش جمع شده بودن مرداشو گردن میزد میکشت و یه قبیله یتیم درست میکرد، یعنی شده بود کارخانه یتیم سازی. بنابراین با حرف نباید ما اهمیت بدیم، ببینیم چه کسی چه حرفی میزنه، حرف خوبشو بگیریم، اگه خودش هم خوبه عملم میکنه با اون حرف، اون وقت هر دو رو در بسیار ممنونم کنیم و کردیت بدیم. آقای شهافر از فیسبوک حتما دیدن کنید، دوستان نوشتن که آقای قاضی سعید برنامه های ویژه‌ای در تلویزیون با امیرعباس فخرآور داشته است و هم شما میدونید هم من میدونم هم فخرآور میدونه، وقتی که میخواد با آقای صدر برنامه داشته باشه، وقتی میخواد تو تلویزیون پارس برنامه داشته باشه با آقای میبودی، باید مبلغ کلانی پول بده و اونها چون اون پول گرفتن، حالا بعدم اگه گفته باشه آقا همچین کنگره ای هست میایم، اونها هم گفتن بله بیان اسمشون باشه، ولی افرادی مثل آقا رضا پهلوی زبل همون اول تا اسمش آمد بیرون گفت من نه تو این کنگره هستم، نه میام و نه کاری دارم. در صورت من فکر میکنم که یه موضوعی رو بگم یادم نرفته برای که آخر وقته، خیلی مهمه. بفهم. اونجا یه خانمی بود از سازمان CIA، بله بله، به نام خانم لوپز. ایشون دو بار صحبت کرد و من هم صحبت ها رو کردم، به خودشم برگه دادم، اینا کاری نداریم، من فیسبوک پیج خودم میذارم اینا رو، امروز احتمالا چون آماده کردم گزارشو، اونجا هم میتونین بخونین دقیقشو، همه چی رو نوشتم اونجا تا اونجا که از دستم برمیومد. بسیار عالی. بذارید من فیسبوک نشون بدم. این خانم یه حرفی زد که روی اون باید تکیه بکنیم. گفت من اینجا اعلام میکنم که تغییر رژیم آغاز شده است. بسیار این عالی. این موضوع نشون میده که این برنامه یه برنامه پیشنویس قانون اساسی نیست و توسط وزارت امور خارجه طراحی شده و به زودی امیدوارم این رژیم ظلم و جنایت و فساد از بین بره. البته من با یه بود رژیم کاملا موافقم و تاییدم کردم بارها، گفتم ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو، اونم جنبه ضد استعماری رژیمه، ولی ما نمیخوایم یه جنایت، یه مش جنایتکارا بیان ملت ما رو بکشن، آزادی رو از بین ببرن به خاطر اینکه با استعمار مبارزه میکنن. ما استعمار رو به اونا ترجیح میده. بسیار ممنون. ما میخوایم این رژیم از بین بره، خودشون اگه عاقل باشن خودشون کنار میرن و افراد میهم پرست دانا متخصص رو میارن روکا تحویل میدن آرام، بدون اینکه خونریزی بشه، خودشون از بین برن، ملت از بین بره، جنگ داخلی بشه مثل سوریه. به هر حال من دیگه فرصتم تمامه، نمیخوام بیشتر از این صحبت بکنم، ولی در فیسبوک میذارم گزارش کامل. من از شما ممنونم. همین الان دارم فیسبوک شما رو نشون میدم. دوستان با وجودی که اسم ایشون جاوید شهافر هست، میدونید که جاوید رو باید دی جی AVID، به نظر من همون شهافر رو بنویسید، خود فیسبوک اسم کامل رو میاره، ولی نشونتون دادم اینجام کاملا نوشتن. و باز هم یه بار دیگه از ایشون تشکر میکنم که این موقع صبح زود در سیدنی، اونم کسی که من میدونم گاهی وقتا تا ساعت 1 و 2 شب نشستن کارها رو انجام میدن، با ما بودن. سعی میکنم با آقای غلام ترشیزی هم یه مصاحبه داشته باشم، چون یکی از افراد نیک این منطقه آقای غلام ترشیزی هست و من تعجب میکنم که بعد از این همه مدت که فخرآور امتحانش رو پس داده
چگونه این بار هم اول باور نکردم که غلام ترشیزی است توی اون ویدیو، ولی بعدن دیدم چون ایشون هم نوشته بود اینها. شما میگید پیشنویس بوده، آقای سهراب چمنارا میگه این حتی پیشنویس نبوده. من نمیفهمم آخه این چی بوده که ما نمیدونیم چی بوده چی نبوده. درست مثل یک فیلی در اتاق تاریک است، هر کجاشو دست میذاریم یکی میگه ستونه، یکی میگه نمیدونم. آقای شافم فقط میتونم به شما بگم ممنونم و امیدوارم این بار به خاطر اون کیپ می پوسته اشکال پیدا شد، همدیگر ندیدیم. یا آقای فخرآور به شما گو آقا نرو سراغ سوربی، دفعه دیگه هر جای دنیا که باشیم با هم به اصطلاح با کامیونیکیشن بهتر همدیگر رو ببینیم، چه این ور دنیا چه اون بر. حالا بگید ببینم استرالیا بالای کره زمینه یا ما بالای کره زمینی؟ استرالیا بالای کره زمینه، متا نقشه رو اون موقع قاره رو نمیدونستن، میگفتن یه قاره هست ولی گم شده اسمش بود. بله. در نتیجه نقشه رو آپساید داون درست کردن. بله. برای اینکه ما 6 ماه از شماها جلوییم و 16 ساعت هم میبینیم که اختلاف ساعت داریم. بله بله. ما هم نمیخوام بگیم شما پنجشنبه است. بله بله. شما چهارشنبه است. ما نمیخوایم بگیم شما از ما پیرترین، همون کلمه شما از ما جلوتر هستید و انتخاب میکنیم تا بعد ببینیمتون حالا یا تو آمریکا یا توی استرالیا. مرسی. ممنونم که با ما بودید. منم از شما ممنونم. بسیار ممنون. روز باش. روز و شبتون بخیر. دوستان عزیز با آقای جاوید شهافر بودید. وب فیسبوکشون رو یه دفعه دیگه بهتون نشون میدم. نگاه کنید، دقت کنید کنار عکسشون DJAVID:SHAHAFAR. جاوید شهافر. از شما که با ما بودید 3 ساعت و 20 دقیقه ممنون و متشکرم. این ویدیو رو بعد هم با دیگران شیر کنید یا با ما در تماس باشید. ویدیو هم ور نمیدارم از روی فیسبوک تا آقای منصور اوسانلو، آقای دکتر سهیمی و آقای شهافر بتونن با شما در تماس باشن. روز روزگار بر شما خوش. ویدیویی دارم از آقای فرزاد شبستری که با هم اون رو بریم ببینیم و ایشون هم ازتون خواسته که در مورد صحبتاش اگر نظری دارید، صحبتی دارید، نظر خود رو بگین. مرسی که با تلویزیون مردم بودید.